بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 19 ماه اکتبر سال 2015 میلادی و برابر است با 27 مهر ماه 1394. اول برای دوستانی که احوال آقای حسن ارشاد میخواستم بگم، آقای حسن اجلالی رو میپرسن، باید خدمتتون عرض کنم که ایشون امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه خواهند داشت. متاسفانه در 2 هفته گذشته اشکالاتی بود، یکی 2 هفته قبل خود ایشون براش کاری پیش آمد، نتونست برسه به موقع. هفته پیش برنامه رو اجرا کرد، گویا وقتی که یه نفر تماس گرفته باهاش یه ویروسی به کامپیوتری زده بود و میبینید، شاهد هستید روی آرشیو، صدا قطع میشه، بعدم تصویر، بعدم ایشون هر کاری خواست که انجام بده که ارتباطش وصل بشه نشد. در حقیقت بارها گفتم، یک بار دیگه میگم، اشکال برنامه زنده همینه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا شما وصل شوید و برنامه‌ای به اصطلاح اجرا کنید. ولی حسن برنامه‌های ضبط شده اینه که اگر اشکالی پیش بیاد، برق قطع بشه، اینترنت قطع بشه، شما میتونید دوباره ضبط کنید و ارسال کنید. ولی بیشتر این دوستان میگن ما برنامه زنده می‌خوایم و ما هم همیشه گفتیم که اونها هستند که تصمیم می‌گیرن به اصطلاح صلاح مملکت خیش خسروان دانن. این از این ماجرا. پس ساعت 4 امروز یک بار دیگر منتظر آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد خواهیم شد، کسی که حدود 50-60 سال در آمریکا است و امروز باور داره که حکومت جمهوری اسلامی به اصطلاح خواسته مردم ایرانه در ایران و دولت آقای روحانی هم نماینده و یا منتخب مردم ایران با رأی اونها. شما میتونید در عین برنامه ایشون تماس بگیرید، نظرتون رو بگید یا ایمیل ارسال کنید و ایمیل های شما رو ایشون میخونه و پاسخ میده. و اما برنامه خود ما، روز جمعه ما یکی از دوستان رو که ویدیویی گذاشته بود و با شور و حال و هیجان ارسال میکرد برای دیگران، به قول دوستمون خانم نایر، روی میز تشریح گذاشتیم. و دوستان، این میز تشریح چیز بدی نیست. حالا درسته که جنازه ها رو روی میز تشریح میذارن تا تشریح کنن برای دانشجویان پزشکی یا در پزشکی قانونی جنازه رو اونجا تشریح میکنن که ببینن چه چیزی سبب مرگ یا قتل اون شده، ولی این آسیب شناسی و اینها یک چیز به اصطلاح رسمه که میارن یک چیزی رو، یک بحثی رو، یک گفتگویی رو، یک موضوعی رو و میذارن روی یک میزی، دیگران رو میخوان که نگاه کنن و نظرشون رو بگن و من هر چی میگم نظر خودم هست. شماها مختارید که نظرات خود رو داشته باشید و شماها میتونید که به اصطلاح به این دوستان بپیوندید. اگر تا حالا دیدید که یکیشون آمده گفته که برنامهش چیه، میخواد چه کار کنه، به غیر از این که همه میگن ما خیلی طرفدار داریم ولی الان نمیتونیم اسمشو بگیم، همه ادعا میکنن مردمی هستن و شما تا یه حرفی بزنی، حالا به طعنه، به طنز، به شوخی، به جدی، شما را به اصطلاح متهم و محکوم میکنن به هر چیزی که خودشون دلشون میخواد. و اما من روزایی که برنامه دارم سعی میکنم تا اونجایی که برام امکان داشته باشه و یادم باشه هم روی صفحه فیسبوک خودم بنویسم، به دوستان خبر بدم که امروز بله 2 بعد از ظهر برنامه دارم، هم روی صفحه تلویزیون مردم. و برای من خیلی جالبه که ما دوستان ایرانی خیلی واقعا دنبال فرصت میگردیم. اون وقتا میگفتن طرف خیلی مفت خوره، دنبال یه جنازه میگرده که توی کوچه یا توی خیابون افتاده باشه و این بیاد اگر دندان این یا دندون این جنازه طلا هست، دندون جنازه رو از تو دهنش بکشه. امروز برای یه دوستی نوشتم، دوست عزیز اینجا شما کامنت نذار، اینجا شما نظر نده،
برای من نوشته. آقا خودت نوشتی نظر بده. میگم بابا جون نوشتم برنامه سربی با مردم دو بعد از ظهر شروع میشه، بیاین تماشا کنید بعد در بازه این برنامه نظر بدید. کجای دنیا شما برنامه رو ندیده، گوش نداده، نخونده میای نظر میدی؟ البته خب ما میدونیم دیگه، دوستان میبینید ما ملت عقب افتاده هستیم، تا جایی که طرف که 30 سال خودش دنبال مجاهدین بوده، خودش نتونسته تکلیف خودش رو معلوم کنه، امروز برای من و شما میاد تفسیر سیاسی نظامی هر چیزی که بگید میکنه و ما هم میشینیم گوش میدیم، بعدم به هم میگیم دیدی شنیدی آقا چی گفت؟ اون آقای ایرج مصداقی، روابط سوریه، ایران، آمریکا، اسرائیل، روسیه، همه رو براتون حل میکنه، ولی خودش هنوز اندر خم زندگی ساده یه نفره خودش مونده. تیمور لنگ میاد با آقای فواد پاشایی میشینن میگن اینهایی که باید حرکت از داخل ایران باشه، اینها مأمور جمهوری، حالا تخفیف میدیم مأمور جمهوری اسلامی هم نباشن نادان هستن. آخه احمق آقای فواد پاشایی نادان که میری با اون تلویزیون نادان تر از خودت مصاحبه میکنی. بارها گفتیم شما به ما یک حرکتی، یک جنبشی رو نشون بده، مثال بزن که طرف نشسته باشه خارج مثل شما ترسوها و اون جنبش پیروز شده باشه، مگر اینکه شما بشینی مثل آقای رضا پهلوی هر جا هر کسی یه تکونی خورد این فردا دستبند سبز ببنده، افسار چی ببنده به گردن خودش و بره فکر کنه که اینا حالا فردا اینو انتخاب میکنن، یا مثل رجبی هر جا یه ترقه بمبی منفجر میشه بگه من بودم، بعدم بره از صدام حسین پول بگیره، بعدم بگه آقا ما نبودیم که، ما که مستشارای آمریکایی رو نکشتیم. یه مشت عقب افتاده. والا دوست نازنین من نظر خودم رو گفتم، حالا وقتی من نظرم رو گفتم ایشون برای ما چی نوشته؟ ایشون نوشته که اجازه بدید من بیشتر صحبتم با خانم نیر هست که نوشته بود که آقا شما این بنده خدا رو روی چیز دراز کردی روی میز تشریح. اولا این آقا حتی نتونست، من میدونستم که ایشون نمیتونه تا دوشنبه تحمل کنه، و برید برنامه جمعه رو ببینید چندین بار گفتم آقای ابراهیم خاکی عزیز شما امروز شنبه یک شنبه به من پاسخ نده، دوشنبه به من تماس بگیر، نمیتونید، گوش نمیدید، حتی یه نفر وقتی راه رو میذاره جلوتون اون راه رو نمیبینید. شما دیروز برداشتی برای من نوشتی آقای سربی یک توصیه برادرانه، من خودم را رهبر مردم ایران نمیدانم، ولی مثل خارج نشینان بیغم هم نیستم و اصولا هدفم روشنگری مردم و در جریان، انگار کارشون داخل نشینه، شما هم خارج نشینی، و در جریان گذاشتن واقعیتی است که سالها سانسور شده و احیای هویت لور و بختیاری که متاسفانه توسط عوامل پیدا و پنهان در داخل و خارج کشور در حال نابودی است. شما آقای سربی چقدر از فرهنگ فعلی رایج در متن جامعه ایران مطلعید؟ شما اگه برنامه من نگاه کنید، من بارها گفتم به خاطر 30 سال دوری من اصلا نمیدونم فرهنگی که هر روز عوض میشه، فرهنگی که پویا هست، ایستا نیست، عوض میشه، من و شما حتی حرف زدن داخل ایران رو الان بلد نیستیم. به شما گفتم سالها پیش رفتم ایران، سال 2005 از چلو کبابی آمدم بیرون، یک سیگار برگ آمریکایی داشتیم، دست کردیم تو جیبمون دیدیم کبریت نداریم، کبریت داخل رستورانه. به یه نفر که داشت سیگار میکشید گفتم آقا شما کبریت داری؟ در ورد فندکش رو زد و سیگار ما رو روشن کرد و گفت آقا شما از خارج اومدی؟ گفتم شما از کجا فهمیدی؟ فکر کردم از این بوی سیگار میفهمه اینا. گفت دوست عزیز دیگه هیچ کس توی ایران نمیگه کبریت داری، 20 سال همه میگن فندک داری. بله آقای ابراهیم خاکی، من خبر ندارم از اوضاع ایران، به همین خاطر به خودم اجازه نمیدم تعارف کنم بگم حالا من که رهبر نیستم، ولی میدونید چون من لورم، بختیاریم، ریشه دارم، شما این کاری که من میگم انجام بدید،
کجا نمیدونم، کی نمیدونم، چند نفر نمیدونم. نکن آقا، دو سه روز صبر کن جواب منو نده، دو سه روز صبر کن ببین من چی میگم. ای کاش که شما رهبر بودی، ای کاش همه نمیمدن بگن ما که رهبر نیستیم، نه جون تو من که نمیخوام شاه بشم، نه به خدا اصرار نکن، اصلا تحملش ندارم، من نمیخوام استاندار بشم. ای کاش یکی میمد میگو من میخوام استاندار فارس بشم، استاندار چهارمحال بختیاری بشم، استاندار اصفهان بشم، و به خاطر استاندار شدن مردم من به شما میگم که این کار انجام بدید و خودم هم میام اونجا. آقا از این آقای اهورا یزدی ما دیگه پیرتر و دروغگوتر نداشتیم، ولی همین که به مردم گفت من میام ایران یه جنبشی را افتاد. حالا بگذاریم که اینم تو زرد در اومد و ترسو بود و نرفت و جنبش رو شکست داد و مردم رو هم اسیر و گرفتار آخوندا کرد، ولی یه کلمه گفت. اولا یه جوری حرف زد که یعنی بله من رهبرم. اومد گفت نه آقا دیگه، نه آقای منوچهر گنجی به درد میخوره، نه آقای رضا پهلوی به درد میخوره، و من میخوام این کارو بکنم، من میخوام 50 تا هواپیما رو اینجوری اونجوری. مردم یه شوری هیجانی درشون درست شد. البته ببخشید به جایی نمیدونم 31 مهر گفتو 32 مهر میخوام بیام ایران، از همین مزخرفا. خب چقدر از فرهنگ فعلی رایج در متن جامعه ایران مطلعی؟ خیلی از خارج نشینان بعد بعد سالها دوری از وطن یا بعد سالها دوری از وطن تصویری درست را از مردم نمیتوانند ارائه دهند. شما از کجا میدونی؟ با چند تا خارج نشین تماس گرفتی؟ منظور چه کسایی هست؟ منظور سربیه که خودش میگه من نمیدونم؟ اگه نیست چه کسیه؟ اسمش رو بگو، بگو من با آقای دکتر فلانی، با مهندس فلانی، با کارشناس فلانی صحبت کردم، این آقا هر را از بر تشخیص نمیده. نترس دوست عزیز، بیا بیرون بگو، حرف بزن. و فقط به کلیگویی اکتفا میکنم. آقا شما هم داری همین کارو میکنی؟ شما جزئیات رو گفتی، شما کلیات رو گفتی. بله مردم ناراضی هن، مردم فلان، این که همه میدونیم. چه باید کرد؟ I don't know. و این گونه افراد سعی میکنن ناخواسته کوچکترین حرکات دموکراسی خواه را به چالش بکشن. چرا؟ من به این آقا گفتم آقا من ویدیوی شما رو دیدم، میخوام شما رو به چالش بکشن. حالا ویدیوی ایشون شده حرکات دموکراسی خواهانه، ما ناخواسته شدیم خائن. آقای سربی ما لور بیریشه نداریم. آقا 100 تا لور خائن داشتیم، این حرفا چیه؟ آقای بختیار رو کی کشت؟ شما مثل این که تاریخ رو هم میخوای عوض کنی، همه لورا خوبن؟ این چه حرفی که شما میزنی؟ ما لور بی ریشه نداریم، اگر لور است پس ریشه دارد، و ما آنانی را بی ریشه تصور میکنیم که در ساختار اجتماعی فعلی کشور نه تنها را مخاطب نیستند، بلکه به نوعی فعالیت های سایر فعالین را تحت تاثیر جو بدبینی و افترا قرار میدهند. آقا شماره ها که دروغ نمیگن، شما چند نفر بیننده و چند نفر دوست داری؟ ما برو ببین چند نفر دوست و دشمن و بیننده و نابیننده داریم. پس به کی داری شما میگی؟ چرا سعی میکنی خشم و خشونتت رو به جایی که بشینی از خودت ناراحت بشی به دیگران تهمت بزنی؟ آینه چون نقش تو بنمود راست، آقا ابراهام لینکلن خود شکن. سربی شکستن خطاست، آینه شکستن خطاست. من دارم نقشتو نشونت میدم، من اون چیزی که به عنوان یک بیننده از این ویدیو درک کردم فهمیدم دارم در کمال صداقت خلوص نیت بهت میگم. خانم نیر عزیز، خواهر گرامی من، شما بعد از دیدن ویدیوی ایشون چه فکری کردی؟ نگفتی اینم یک بیکار دیگه مثل آبتین؟ نگفتی اینم یه لور دیگه مثل فولادون؟ نگفتی اینم یکی دیگه مثل نمیدونم آقای حقا؟ چرا به خودتون تعارف میکنید؟ چرا به خودتون دروغ میگید؟ چرا با اینها رو راست نیستید؟ چرا یه لایک میزنید اینها رو دلخوش میکنید میرید دنبال کارتون؟ لایک رو بزن، ولی بهش بگو برادر عزیز شما میخوای چه کار کنی؟ شما چند نفر فردا اگه گفتی حتی بیاین توی میدونی تو فرانسه یا تو آلمان میان تظاهرات رو نگاه کنی؟ تورنتو به اون بزرگی تظاهرات بر علیه نمیدونم فلان معلمین 7 نفر جمع شده بودن.
خجالت آوره. اون وقت شما نیم ساعت میشینی وقت میذاری برای من مینویسی. دوستان فکر نکنید من اینا رو دارم از خودم میخونم، بذارید براتون نشون بدم. این الان نوشته آقای ابراهیم یا ابراهیم، نمیدونم چرا ابراهیم نوشته ابراهیم. خب بذارید براتون تنظیمش کنم که قشنگ ببینید. ایشون اگر اینقدر که وقت گذاشته بود اونجا نشسته بود و فکر میکرد در باره صحبتهای من، وضعش بهتر از این بود. اگر لر است پس ریشه داره. در هر صورت و ضمناً من قصد مصاحبه در شبکه محترم شورا را ندارم و چون همچون دیگر فعالین غیر وابسته و مستقل به همین امکانات اندک، شما باید بگید من جرأت مصاحبه در شبکه شما را ندارم، چون این صندلی داغه. دیدید آقای اوسانلو آمد الان دیگه درفت گوال، بعد از معلمین میام نمیان، نمیتونن تحمل اینا رو داشته باشن، تحمل سوال داشته باشن، فقط میرن یه جایی که اون بگه آفرین، اونم بگه آفرین، پولش هم ازش بگیره و بره. پس شما اینجوری بنویسید: ضمناً قصد من جرأت مصاحبه در شبکه شما را ندارم و همچون دیگر فعالین غیر وابسته و مستقل با همین امکانات اندک شبکه‌های اجتماعی که در حال حاضر تنها گزینه ارتباط با داخل کشور است به مبارزه هم ادامه میدم. کدوم مبارزه آقا؟ چرا گول خودت میزنی؟ و در آخر به خاطر عنایات شما در برنامه 16 اکتبر به این جانب سپاسگزارم و این مرقوم باب نظر این جانب است. الان جنگ نرم در جریان است و آنانی که در پی تغییر در ایران هستند قطعا به این مهم ایمان دارند و مملکت ایران احتیاج به سربازانی دارد که با فداکاری این رویه را دنبال کنند و شما شاهد هستید که روز به روز بر تعداد این شبکه ها افزوده می شود. اوکی ها، شما درست میگی، ما اشتباه میکنیم. دوستان این شبکه هایی که ایشون صحبت میکنه کجا هستن؟ اگر روز به روز اضافه شدن بعد از 37 سال چند تا داریم؟ هیچ تا. خب بذارید من ببینم باز یکی دیگه هم بعدش ایشون باز نوشته برام، اون رو هم براتون بخونم و بریم دنبال کار کاسبی و ایشون رو از روی میز تشریح با کمک خانم نیر عزیز بیاریم پایین، بذاریم بره دنبال فعالیتاش. خب می 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 آقای سربی در مکتب، بله در مکتب فارسی. دوباره ایشون برای من 10/18 دیروز ساعت 8:58 دقیقه صبح گفتم نمیتونه تحمل بیاره تا دوشنبه. یعنی ما نمیتونیم برای ایرانی که میخوایم بسازیم دو روز بریم بشینیم فکر کنیم. اونم سربی گفته آقا شنبه و یه شنبه برو تو باغ کوه دشت بشین فکر کن. اگر نشسته بودی و فکر میکردی مطمئنم امروز میگفتی آقا درست میگی، من 12 سال 10 سال 4 سال 20 سال عمرمو تلف کردم، نه که با این مزخرفات فقط دلت خوش نشستی فارسی تایپ کرد. حالا باز به هم میخونیم. آقای سربی در مکتب فارسی به فرما و به شین و به تمرد یک معنی دارد، ولی استفاده ابزاری آن در مواقع مورد لزوم بسیار اهمیت دارد. درست میگی، منم دیگه خسته شدم از بس به شما گفتم بفرما، به شما باید بگم بتمرگید سر جاتون. و درستم میگم، از هیچ کدومتونم ترس ندارم، چون شما اگه جرأت شهامت همت داشتید نمیشنسید از صبح تا شب با تنبون روبروی کامپیوتر هی بنویسید ما اینجوری ما اونجوری در اصفهان اونجوری. آقا ولمون کن، متشکل ترین اقوام ایران در حال حاضر آذری ها، کرد ها و لرها هستند و بقیه اقوام ساکن ایران از این موهبت بهره مند نیستند. دوستان نگاه کنید، به زور آذری ها و کرد ها رو هم جا میده داخل که حالا فقط بگه ما لرها آدم هستیم، و همین باعث گردیده که این اقوام در طول سالیان دراز بقای خود را حفظ کنند و حال مدت کمی است که به امید فردای بهتر در فضای مجازی با هم مراوده می کنیم. شاید تنها فرق من با سایر عزیزان مبارزه و فرهیخته در آن است. آها ببخشید. شاید تنها فرق من با سایر عزیزان مبارز و فرهیخته در آن است که من نمیخواهم حزبی عمل کنم. اولا وقتی میگه سایر عزیزان مبارز و فرهیخته، یعنی من هم مبارزم هم فرهیخته هستم. یادم میاد اون وقتا میرفتیم این مجالس،
بچه ها به شوخی وقتی که مثلا یکی میاد میگه آقا اینجا چیزی کم نیست، میگفت که از اینجا تا اینجا بستنی نخوردن، خودش هم اون وسط بود. اینم اونا رو میگه مبارز و فرهیخته، که من و شما بگیم به آقا ابراهام لینکلن هم مبارز و فرهیخته. بله باش. در آن است که من نمیخواهم حزبی عمل کنم. حالا اونایی که حزبی عمل کردن چه تاج گلی بر سر خودشون زدن که شما که حزبی عمل نمی کنید بر سرتون بزنید، و خود را مستمسک قرایز و اهداف شخصی و گروهی قرار دهم. معلوماتم از فرهنگ و مردم ایران در حد عالی نیست، ولی بیش از بعضی ها. به مناسبت فعلی رایج در ایران واقفم، ولی اینها زیاد مهم نیست. مهم این است که در خودت خندت نمیگیری من وقتی اینو میخونم. من وقتی اینو میخونم آینه هستم. ببین چی نوشتی. ایران فقط کرد و آذری و لور، باقی آدم نیستن. بلوچ و عرب و فارس و نمیدونم اینا دیگه بنداز سطل آشکار. شماها فقط تونستین خودتون نگه دارین. چی نگه داشتید؟ شاه اومد یه سری سرکوب کرد، شیخ اومد یه سری سرکوب کرد، یه سریتون رفتید تو کوه و کمر و اینها، تق و تق زدن کشتنتون. چرا به خودت دروغ میگه عزیز دلم؟ بله واقفم، این مهم نیست. مهم این است، حالا ببینید چه چیزی از لحاظ ایشون مهمه، از نظر ایشون، که در حال حاضر بعضی از مخاطبین من در داخل کشور مطمئن باشند که من خود فروخته و یا در جهات منافع شخصی حرکت نمی کنم، و این نقطه برد من است. آفرین، برنده شدی، بینگو. جناب سوربی، واقعا اگر می خواهید خدمتی به ایران زمین بکنید، با کمی تأمل در وضعیت فعلی ببینید آیا امکان دارد بدون سوء تفاهم و تشکیک در نیت همدیگر صدای واقعی و بدون دروغ آزادگان تبعید شده در خارج را بدون کم و کاست به گوش مردم برسانیم؟ یعنی چی؟ مفتخوری. یعنی آقا شما این کارا رو که میکنی ول کن. ببین شما میتونی یه جوری این مزخرفاتی که من میگم در تکثیرش، در پخشش کار کنی، اونم مجانی. این ببین، این من میفهمم، اگه اشتباه میفهمم شما بگو. من به شما گفتم شنبه و یه شنبه فکر کن، صبر کن، دوشنبه مهمون من بیا بگو که مردم بفهمن. مفتخوری. هیچ کدومشون دنبال این نیستن که یه وقتی صرف کنن. داره میگه ما حتی حاضر نیستیم که توی برنامه ای که مثلا جمعه تا جمعه باید پخش کنیم شرکت کنیم، همینجوری میریم شب رفتیم عرقمون خوردیم بنگی زدیم، بعد میایم میشینیم خونه کامپیوتر روشن میکنیم، حال لباسی هم که پوشیدیم هنوز مرتبه، بوی عرق و اینا هم که مردم نمیفهمن، میشینیم دو تا کلمه حرف میزنیم، ولی این ارتباط داریم با مردم ایران. ما میدونیم لورا، کردا، آذریا، اینایی دیگه احمقن نمیفهمن. سربی چه میفهمه که میگه باید اگه میخوای یه خونه بسازی با 10 تا معمار صحبت کنی، اگه میخوای یه خونه بسازی با فامیلت بشینی صحبت کنی ببینی چند پول داری، با دوستات و فامیلت بگین اگه شروع کردم پول کم آوردم آیا شما کمک میکنید یا نه. این سوربی کشک میگه، ما درست میگیم آقا میرم میسازمت وطن، دوباره میسازمت وطن. یکی یکی هم میفتن میمیرن، همه روز 6 تا قرص باید بخونیم، به قول آقای اجلالی صبح بلند شیم از خواب، روز 12 تا قرص بخونیم تا به شب برسه، روز 4 تا قرص هم شب بخونیم تا خوابمون ببره. دوباره میسازم وطن من با خواننده موادی که سالها پیش فکر میکردیم سیاسیه، بعدا فهمیدیم موادی. بشین شعار. ببینید آیا امکان دارد بدون صفا، بله همون مفتخوری، در خارج را بدون کم و کاست نظرم نده. یعنی مثل مأمور من این نامه رو میدم، حتی اگه نوشته باشم داخلش که گردن سوربی رو بزنید، شما ببر بده به اونا وایس و اونا گردن تو بزنن، بدون کم و کاست دست نبر. و یا اینکه مثل سایر اشخاص مبارز دست خوش حاشیه شده و از گردونه فعالیت سیاسی بر به گوش مردم برسانیم، و یا اینکه مثل سایر اشخاص مبارز، کی؟ یکی مثال بزن که مبارز بوده به غیر از اینکه اینجا نشسته بوده، پول میگرفته از سازمان سیا، برای بچهش خونه خریده، برای فامیلش خونه خریده، خودش تریاکی بوده، بعدم یه لوری دیگه اومده کشتتش. به من اسم بگو تا من و مردم بگیم آ راست میگه ها،
یا بگیم بابا این دیگه کی عجب مزخرف میگه، کدوم مبارز، کدوم اشخاص مبارز. دستخوش حاشیه شده و از گردونه فعالیت سیاسی بر علیه نظام مطلقه هستن که این عین خواست ملا هست. در آخر من انسان صاف و صادقی هستم. دوستان تا حالا کسی پیدا شده بیاد بگه من آدم پدر سوخته دروغگوی حرومزاده هستم؟ همه میگن آقا من صاف و صادقم. تا موقعی که اطمینان شما، پول شما، ثروت شما رو بگیرن، بعد شما میگن آقا عجب پدر سوخته بوده، حرومزاده بوده، دروغگو بوده. پس این باز مزخرف شما داری میگی. مشک آن است که خود بگوید، نه اینکه عطار بگوید. بله، اگر هدف شما از ایجاد رادیو تلویزیون بذارید ملاحظ در آخر ذاتم وجود ندارد و اینکه سالها با مردم ایران زندگی کردم و به آنان بدون توقع خدمت کردم، سرمایه و پتانسیل این حرکت من است. آفرین. اگر هدف شما از ایجاد رادیو تلویزیون آگاهی مردم در ایران است، من نیز با همین امکانات اندک همین هدف و در نهایت امید و تغییرات دموکراتیک در ایران را دنبال می کنم. اگر روزی قسمت شود و شما بدانید در همین قلب اروپا با چه مشکلاتی و امکاناتی من این فعالیت را شروع کردم، شاید موجبات تعجب شما آها یه لپتاپ خریدی 150 یورو نشستی جلوش، خود اینا میگن پلاگ اند پلی، بازی زدیش تو بر نشستی بازی میکنی، کمکی هم داری از سوشال میگیری، چه زحمتی چه مشقتی. ای کاش خمینی هم مثل شما نشسته بود با لپتاپ بازی میکرد و هیچ وقت اون زحمت و مشقت و دردسری که تو کشوری که دیکتاتوری مثل صدام بود، تو کشوری که از اونجا تبعیدش کرده بودن، بره یک کشوری که اصلا نمیدونه فرانسه کجاست بشینه اونجوری حرف بزنه. من روزها صد بار آرزو میکنم که خمینی درست مثل شما اپوزیسیون قمپوزیسیون بود و میشنست کتاب مینوشت، میشنست برنامه میذاشت، میشنست مثل آقای نوری علا دوره هم جمع شدن میشن، میشنست مثل آقای پاشوی اولایی که میگن فعالی هم وقتم برن خونه فکر کنن خیلی فعالیت کردن، یه چیزی هم از مردم طردکار باشن. بله، در همین قلب اروپا با چه مشکلات. آقا مشکلات تو برای ما بگو، شاید ما مردم بی انصاف کمکت کنیم. من این فعالیت را شروع کردم و بله، نشان از ریشه دار بودن است و نه بی ریشگی. در آخر شما را به ایزد یکتا می سپارم. شما اگه به ایزد یکتا باورمندی، از ایزد یکتا بخوا که کارتو درست کنه. من به ایزد یکتا باورمند نیستم و میگم که کس نخارد پشت من، حتی خدا، جز ناخن و انگشت من، یا جز ناخن انگشت من. برو آقا به سلامت. ممنونم از شما، متشکرم. بعد با همین دنیای مجازی بشین تا روزی به اصطلاح موفق بشین. و اما ما روز جمعه درباره روز چهارشنبه درباره تلویزیون های ایرانی و آمریکایی و دولتی و غیر دولتی صحبت کردیم. بعد یکی از دوستان برای ما پیغام گذاشته بود که آقا در ایران ما تلویزیون ثابت پاسال رو داشتیم که شخصی بوده. براش نوشتم آقا یعنی شما میگی در دوره شاه هر کسی میتونست بره یه تلویزیون باز کنه؟ میگه نه آقا، البته که نمیتونست. میگم خب پس چجوری این آقا تونسته بود؟ حالا آقای دکتر افشارها لطف کردن پیام گذاشتن، آقای به نام حجاب لطف کردن پیام گذاشتن، آقای دیگه از استرالیا لطف کردن پیام گذاشتن، یکی یکی اینا رو میشنوین. ولی دوستمون نوشته که آقای ماناسیان اگه اشتباه نکنم نوشته ثابت پاسال نام یک واحدی نیست، یک نفر. ثابت و پاسال دو تا برادر بهایی بودند. امتیاز اتومبیل فولکس واگن آلمان را گرفته بودند و نمایندگی این اتومبیل را در ایران داشتند. خب تا اینجاش اشکال نداره. بعدها ثابت از پاسال جدا شد و نمایندگی پپسی کولا را از نیویورک گرفت. بعد از پیروزی انقلاب ها در دو به ارسال به اسرائیل رفتن. خب دیگه چه سابقه روشنی.
و بعد چی شدن؟ من نمیدونم شما این سوالیه یا این به اصطلاح اطلاعات دارید بدید، در اصل نمیدونم. خب و اما فقط فکر نکنید دوستان غربت زده مثل این آقای ابراهیم با تنبون میشینن فیلم پر میکنن و پخش میکنن و بعدم به دیگران میگن دیدید ویدیوی من رو؟ من روزی 200 تا لایک میگیرم. اوکی آقا، این 200 تا لایک رو صبح برو بده ببین یه ساندویچ بهت میدن تو مکدونالد. هنرمندای ما هم متاسفانه یک کمی مثل من گیج شدن. نوشته سروده سعید سلطانپور. سعید سلطانپور ما چند نفر به این اسم داریم، نمیدونم این کدومشونه. سعید سلطانپور اگه کسی میدونه برای من بگه. نوشته که یک آهنگی رو آقای صبری حسنپور گذاشته، کلی هم تعریف و تمجید و اینها، 300 نفر رو جمع کردن، رهبر ارکستر هم یه سرودی میخونه، هرچی هم گوش میدی شما اون موقع نمیفهمی اینا چی میگن، مگر اینکه نوشتش رو، لیریک یا متن شعر رو شما ببینید. حالا ما این متن شعر رو اینجا با هم میخونیم، امیدوارم دوستان مخصوصا اونهایی که ریشه دارن مثل این آقای ابراهیم برای ما این رو حل و فصل کنن. بله، آهنگسازی، ارکستراسیون، رهبری مهداد بران یا بران، سروده سعید سلطانپور. زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها، تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها. دوستان من فارسیم بده یا این شعره از همون کاسه شعرهایی هست که باید بریزیمش تو کاسه، که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده توفان، به آیندگان نگر در زمان بنگر بردمیده توفان. گفت شاعر که گفت چیز که قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. حالا اینجا گوش کنید، ما مثلا آهنگ بسیار زیبای مرغ سحر رو شنیدیم، مرغ سحر ناله سر کن. اوکی، حالا این ببین، میگه قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را، بشارت دهندگان را. آقا اول باید پرندگان را رها کنی بعدن قفس را بسوزونی. قفس را بسوزان اول، پرنده ها که دارن جزغاله میشن بعد بگو اوپس یادم رفت در رو باز کنم. رها کن پرندگان را، بعدم بهشون بشارت بده که لبخند آزادی خوشه شاد خوش خوشه، که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید. وای 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 وای، سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید، ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، زند بال و پرز نو آن کبوت. آخ 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 آخ. آقای ابراهیم اگه رفتی ایران این شاعر را هم شما استخدام کن که برای شما بشینه مثل فردوسی شاهنامه دیگران رو کپی کنه و یه شاهنامه به نام شما به نام ابراهیم نامه درست کنه. دوستان شعرها رو ببینید، اینا هم میرن توی کشورهای اروپایی و اینها، توی این کلیساها، توی این کلیساها دیدی صبح یه شنبه 300 نفر آدم بیکار میان این مسای آخر شب که با هم تو خیابون میخونن، اینا با هم دیگه کور میخونن، میرن به اینا میگن آقا ما داریم یه جایی رو اینجوری میکنیم. اونها اون بدبختام که نمیدونن این کیه چیه، کنسرت رو نمیدونم این اعضاشون در اختیار اینا میذارن، اینا میان سرود اول بزن بسوزون قفس رو بعدن پرندگان رو رها کن. آقای سعید سلطانپور اگه شعر شما رو من عوضی خوندم یا عوضی فهمیدم لطف کنید شما تماس بگیرید برای ما بخونید تا ما یاد بگیریم. آدم شعرهای فریدون مشیری رو گوش میده به چه سادگی، به چه روونی، میگه که بابا جون هر کدوم از ما یک گرگی در نهادمون هست، این گرگه تا ما جوونیم باید بکشیمش، اگه ما پیر شدیم اون گرگه پیر میشه، ولی گرگای پیر هزار تا کلک بلده. ها؟ اون شعر میگه، این دوستانم شعر میگن، این شعرها رو باید بریزید توی کاسه ای بشه کاسه شعر، شب چهارشنبه سوری وقت تلویزیون نیست بشینید برنامه دیگه کاسه شعر بخونید. اینم از
خب از تمام افراد، از تمام اعضای گروه کر بهار، به تمام آزادی خواهان در سر تا سر جهان، به امید سوختن تمام قفس ها. نه آقا، قفس ها رو نسوزونید تا موقعی که پرنده های بیچاره توشن، اول آزادشون کنید. تونل زمان، مشاغل ایرانیان زمان قاجار. این قبلا من نشون دادم، ولی چون همه عکساش نبوده، حالا باز یک بار دیگه براتون نشون میدم. میدونید که یک عکاسی بوده در زمان قاجار در ایران به نام آنتوان سوروگین یا سوروگین، که فرزند پدر و مادر گرجی تبار مقیم ایران بود، در سفارت روسیه در تهران به دنیا آمد، در سفارت روسیه به دنیا آمد و از سنین جوانی همراه با برادرش امانوئل و کلبا نزد عکاس معروف روسی دیمیتری ایوانوچ ژرمکوف در تفلیس عکاسی را در تفلیس عکاسی را آموخت. وی که با آنتوان خان مشهور بود، بیشک یکی از مهمترین عکاسان بود. خب دیگه وقتی عکاس کم بوده، حالا اونم یکی بوده، خودش هم شده مهمترین. مثل من برم توی مسابقه شرکت کنم، هیچ که نباشه، بگم من تندترین دونده هستم. بالاخره حالا دیگه لطف کرده چند تا عکس گرفته، حداقل تاریخ ما ایرانیای بیچاره که همه دارن دروغ میگن رو این تونسته اینجوری به ثبت برسونه. شکارچی و فروشنده دورگرد پرنده، بستنی فروش و مشتریانش، اجرا کنندگان نمایش خیابانی. عکس یادگاری با شکارهای یک شکارچی که نشون داده نمیشه، یه بچه وایستاده با گرگ و پلنگ و اینها عکس گرفته. پزشکان و پرستاران در یک بیمارستان، راسته پارچه فروشان در بازار تهران، شبان در لباس شبانی، همون چوپان خودمون، لباس چوپانی، اینا نمد بود که از پشم درست میکردن، هیچ کاری هم برای بافتن اینا نداشت، همینجوری مثل که میکوبیدن و اینها، یه چیز سنگینی ولی خب گرم بود دیگه. نقارخانان دورگرد، نقاره که نمیخونن، نقاره نوازنده است، بوق میزنن، ولی خانندن باشون بوده دیگه. نقاره و خوانندگان دورگرد، حلاج دورگرد، حلاج هم همون پنبزن رو میگن حلاج، که ای کاش این دوستان به جای فعالیت‌های سیاسی حلاجی میکردن، پنبه میزدن، پیم پیم پنبه. گرداننده شهر فرنگ در خیابان، در خیابان‌های تهران. شهر فرنگ هم یک قطی زشت آهنی بود که روی چرخی بود، بعضی وقتا حتی چرخ هم نداشتن، مینداختن روی کولشون و میکشیدن این ور و بعد یه جا نگه میداشتن، دو تا زربین بزرگ داشت، یه چند تا عکس رو میچرخوندن. اون موقع زمان ما یکی یک قرون میگرفتن، لابد قبل از ما حرف از شاهی و سنار بوده. خاربار فروشی در بازار، درشکچی در میدان مشق، تعلیم میدیدن یا تعلیم میدادن. فروشنده دورگرد حتما داره چلو کباب میبره این برون. راست این چلو کباب از کی تو ایران رسم شد؟ خب اینم همون فروشندگان دورگرد، تو دوره ما هم بودن، خیلی هاشون حتی دم مدرسه ها میمدن چی میفروختن. این یکی هم مرد دلاک، دلاک های حمام که ماساژ هم میدادن، بعض وقتا میگفتن اگر از دلخور باشن استخونات هم میتونن خورد کنن، یعنی پدر صاحب بچه رو در بیارن. نانوایی و خاربار فروشی، کسبه و مشتریان در بازار اصفهان. خب پارچه و خاربار فروشی در مسجد سپهسالار تهران. اون موقع مسجد هم است که داخلش به اصطلاح مثل بازار چی هم میفروختن. این هم از این ماجرا. و اما ببینم میتونم پیام آقای افشارها رو من پیدا کنم و برای شما دوستان پخش کنم، یا طبق معمول گمش کردم. نه، اینجاست، تیوی در ایران. بفرمایید آقای افشار. جناب سوربی، میخواستم به عرضتون برسونم برای این مسئله تلویزیون ثابت پاسال. اصلا ثابت پاسال خصوصی خودش
اول وارد کننده تلویزیون در ایران بود. این مرد تلویزیون برای بار اول در ایران به وسیله این شخص اومد در تهران، و بعد از اینی که به هر حال یک سه سال چهار سالی به اون شکل این مرد باهایی وابسته به کشوری ایشون رو واردش کرد و سوداش برد، بعد هم با 50 وابسته به یک کشوری. خب وقتی اس نبرید من میگم اسرائیل، بفرمایید. برابر 100 برابر قیمت به دولت فروخت. ما در ایران تلویزیون خصوصی نداشتیم. اولین وارد کننده تلویزیون در ایران ثابت پاسان بهایی بود که از همون طریق به اصطلاح کشورهای خصوصی اون را آورد در تهران و عرض میکنم سودش هم برد. خونش هم همین اخیراً اصلا به نام ورسای یک چیزی ساخته بود، حالا اگر لازم شد در بارش توضیحات بیشتر ببینید. برحال چون الان من شنیدم در برنامه‌تون برای این ثابت پاسال خصوصی بودن این که ایشون تلویزیون خصوصی نبود، شخص خصوصی بود که اولین بار تلویزیون رو در ایران آورد، بعدم 50% برابر قیمت به دولت چپون. و معذرت میخوام از دهنم در رفت. نه دیگه درست میگید، واقعا چپونده. اگر یه کسی یه چیزی رو میاره بعد به قیمت 50% برابر میفروشه، این همون چپوندن دیگه، کلمه بهتری براش نداریم در فارسی. راحت باشید، تلویزیون مردمه، مردمی صحبت کنید، بفهمید. 100 برابر فروخت و سودش هم برد. همین، ما تلویزیون خصوصی مطلقاً در ایران نداشتیم. قربان شما، روزتون بخیر، افشار هستن. بسیار ممنون. ای کاش دوستمون آقای حجاب، دوستمون اون آقای علی رؤوفی، اینها یه مقداری وقتی یه حرفی میزنن یه مقداری هم تحقیق کنن. آخه آقا بگو مثلا فلان زمان بوده 1330 بوده، 1335 بوده، 1340 بوده. ببین شما در اون دوران آزادی و شکوفایی شاه کسی میتونست بره دستگاه ارتباطی بیاره؟ ما تا آخر دوره شاه یه نفر نمیتونست یه رادیوی تو وی رادیو یعنی بی سیم بیاره که من از این بالا به داداشم که اون پایینه بگم از اون ور نرو، بیا از این ور، اون راه آخرش بنبسته. دو تا کامیون نمیتونستن سی بی داشته باشن. این چه مزخرفیه که شما میگید آقا خصوصی بود؟ شما اگه خبر نداری اخبار غلط نده، بادم میندازیم تو گلمون. چرا نادانی؟ اونی که داناست یکم فکر میکنه. یکی هنوز تو اروپا شما نمیتونی رادیو تلویزیون بدون اجازه را بندازی. تنها کشوری که قربونش برم مثل آمریکا، یعنی آمریکا میری میخوای پیتزا فروشی باز کنی، بهت میگن آقا باید ببینیم سالمی، بدنت نمیدونم مرضی نداره، پوست اشکالی نداره، بعد باید بیا امتحان بدی ببینیم بلدی نیستی. طرف ول میکنه میاد میگه آقا ولش کن بریم تلویزیون باز کنیم. بهتره آمریکاست، ولی تو آلمان تو اروپا 100 تا لایسنس و جواز و اپلیکیشن باید بدی، اینقدر خستت میکنن تا ولت میگه آقا ولش کن نخواستم. و شما میگی در اون زمان این آقا خصوصی رفت باز کرد. این همه مزخرف ما گفتیم، به کجا رسیدیم؟ حالا یه دوست دیگه مونم لطف کرده. البته آقای افشارها، من اگر نگم دوستان میگن که ببین این سربی شیرازی و این افشارهای مشهدی برای همدیگه پارتی بازی میکنن. اگر یکی دیگه زنگ زده بود به تلویزیون سربی مردم تیوی و صدای رادیو در تلویزیونش بلند بود، سربی میگه بابا ما کی میخوایم یاد بگیریم؟ وقتی میخوایم به داداشمون، به مادرمون، به فامیلمون، به دوستمون تماس بگیریم، بهش میگیم صبر کن من صدای این تلویزیون رو خفه کنم. برو سربی رو خفه کن بعد صحبت کن. ممنونم. سعی میکنم از آقای افشارها دعوت کنم تا یه روزی بیاد ایشون که یه مقداری از بنده مسن‌تر هستن، ماجرای اون کشور و از یه جاهای دیگه کمک شد و اینها رو برای ما باز کنن. ممنونم. خب ببینیم که شماره تلفن چند بود که از استرالیا ایشون تماس گرفته بود. خدایا ما چیکار کنیم که این نظم و ترتیبی تو این کارا داده بشه که وقتی دنبال یه چی میگردیم بعد بتونیم فوری پیداش کنیم. میذاریمش اون موقع خب آخری نمیگیم به الان آماده است، بعد 30 تا دیگه میاد روش، وقتی میخوایم بگردیم پیداش نمیکنیم. اینه فکر کنم، بازم بد نیست. ما یه شریکی داشتیم سال 1986 وقتی ما آمدیم آمریکا، این دوستمون
خیلی نامنظم بود. البته بعدا پارسال پیلاسار دیدمش، الان کالیفرنیا زندگی میکنه، به نظر میاد که الان یه نظم و ترتیبی به زندگیش داده. و جالب بود وقتی میگفتیم آقا چی کاغذ رو کجا گذاشتی، میگم من الان پیداش میکنم. نیم ساعت میگشت تا یه کاغذی رو که با توی پرونده به اسم یه ماشین باشه به ما بده. بعد که پیداش میکرد با یک نگاه عاقل اندر صفی، با یک غمزه اینجوری به شما میگفت که ببین من با همه بی‌نظمیم یک نظمی هم دارم. حالا شده کار ما. ربع ساعت میگردیم دنبال پیام، پیامره که پیدام که میکنیم از بس خوشحالیم، میایم به شما میگیم بابا همچین هم بی نظم نیستیم، ببینید یه نظم هم داریم. بشنویم با هم این دوستمون رو. من از استرالیا زنگ میزنم، قسمتی از برنامه شما رو شنیدم در مورد ثابت پاسال و اینا. آقای ثابت بهایی بوده، آقای ثابت 100% بهایی بوده، تلویزیون شخصی هم داشته. من همین قسمت برنامه شما رو راستش گوش کردم، گفتم این جواب خدمتتون عرض کنم. یک مسئله دیگه هم شما گفتید که محفل، کلمه محفل شما رو به یاد کلت و همین چیزای کوچیک و اینا میندازه. در این مورد من خواستم با شما صحبت کنم. با بهایی ها محفل برای به همون شوراهای منطقه‌ای، شوراهای ملی اینا به کار میبریم. اینم خواستم خدمتتون عرض کنم. به صورت اگر لازم باشه فکر کنم با هم یه صحبتی هم بکنیم، بد نیست. بنده حجر تایی از استرالیا، تلفن من. بسیار ممنونم، خیلی ممنون. پس اون حجبری که برای من روی فیسبوک هم نوشته بود شما بودی؟ خیلی ممنون، متشکرم. ببینید دوستان چقدر قشنگ اول زنگ میزنه، یک کم هم شک داره، میگه من نمیدونم این تلفن سوربیه. خب اگه 2 دقیقه دیگه ساب میکردید، برنامه رو بیشتر میدیدید، بازپخشش رو میدیدید، روی یوتیوب نگاه میکردید، مطمئن میشدید که بله دیگه این سوربیه 202-695-25-73. البته شما به این شماره زنگ زدید، 703-957-6150. ما یه زمانی 12 تا شماره تلفن داشتیم اینجا. نه یه وقت فکر کنید 12 شماره تلفن مثل آقای سکویی که میگه ما فقط 1000 دلار پول تلفن میدیم. یه تلفن مجانی مال گوگل وایس بود، 2 تا تلفن نمیدونم ماجیک جک گفته بود یکی بخر یکی ببر، اینجوری شده بود 12 شماره تلفن. هر وقتم به یکی زنگ میزدیم میگفت شماره چیه، میگفتیم والا نمیدونیم، خودمون از هر دستگاهی زنگ میزنیم یه شماره مختلف میاد. در صورت حجبر عزیز، به نظر میاد که شما با این گفته خودتم میگی ما بهایا محفل، یعنی شورای ملیمون، شورای محلی و اینا، خیلی ممنون. میدونم اصلا تو شعرها هم داریم که میگه مثلا اگه محفل ما گرم بشه و فلان اینا، یعنی یه جای دوستانه، یه جای صمیمی. ولی از بس این کلمه محفل رو رژیم جمهوری اسلامی بد استفاده کرده در رابطه با بهایا، ما تو میگن محفل کلمه فرقه هم همراهش میاد تو مغزمون. میدونی یه نفر میگفت به من که آقا این کلمه استعمار کلمه بدی نیست، استثمار بده، ثمر بردن و ثمر کشیدن از کسان، ولی استعمار یه کسایی هستن که میرن دنبال امارت و آبادانی و اینا. ولی از بس بد عمل کرده انگلستان در استعمار و کلونیلایز کردن دنیا اینها، الان این کلمه بد شده. نمیدونم چقدر درسته چقدر نیست، چون من رشته فارسی نیست. در صورت از حجبر عزیزم ممنونم. شما هم میتونی زنگ بزنی بگی من میخوام در رابطه با این موضوع صحبت کنم. سعید سلطانپور شاعر چپگرا که از شروع کنندگان شبهای شعر در انستیتو گوته تهران بود که اول اوائل انقلاب اسمی در کرده بود و در زمان جمهوری اسلامی اعدام شد. با احترام طهمورث عزیز. ممنونم از شما، مخصوصا از افرادی مثل شما که اینجور سریع به من میگید که من مطلع بشم. مرسی عزیزم. به این میگن ریل تایم تی وی و تشکر میکنم. ضمناً فامیل شما جزو فامیل اونهایی هست که در اهواز کارخونه های یخسازی و اینها را آوردن. آیا با اونها نسبتی دارید؟ من 3 تا از این برادرها که به فامیل شما هستن با همون دوست هستن در همین منطقه و اینها، آدم های بسیار شریف، بسیار کاردان، بسیار زحمتکش هستند. از شما هم ممنونم. پس این سعید سلطانپور جزو این دوستان نیست که من میشناسمشون. سلطانپور، 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 ایشون رو
میگن که اعدام کردن. روانش شاد، یادش گرامی، ولی این شعری که گفته اون موقع تو شور و هیجان بوده، قبل از اینکه پرنده ها در قفس رو باز کنه قفس رو آتیش زده، پدر پرنده ها رو در آورده. پرنده ها هم شدن مثل ما، میگیم بابا صد رحمت به شاه. پرنده ها هم فکر کنم وقتی آقای سعید سلطانپور این شعر رو گفت و کبریت زد و آتیش زد بهشون، پرنده ها هم زود میسوزن دیگه. بعد گفتن بابا صد رحمت به این صاحب پدر سوختمون که ما رو کرده تو قفس، اقلا صبح تا صبح زیر پامون رو با تمیز میکنه، روزنامه میندازه. روزنامه های ایران برای زیر پای پرنده ها خوب بود. بعد از تا از زور تا زور دونی آبی بهمون میده. این آقای سلطانپور آمد کبریتو کشید، یادش رو اول در رو باز کنه ما رو آزاد کنه، بعد قفس آتیش بزنه. میدونید قفس ها رو قدیما، این انسان واقعا حیوان عجیبیه، جانور عجیبیه، از چوب قفس میساخته، حیوانای دیگر رو توش اسیر میکرد. بعضی وقتا من میبینم یه بچه هندی کوچولو نشسته رو سر یه فیل چند تونی، من میگم خدایا آخه این فیله اگه اینقدر مغز داشته باشه وقت داره میره همین دوتا پاشو اینجوری کنه، اینی بزنه به یه درختی آزاد بشه. ولی چه کنیم که بلدن خوب استثمار کنن. ممنونم از این دوست عزیزمون. پیام آقای افشارها رو شنیدیم، پیام آقای حجاب رو شنیدیم. دوستان، تا امروز در کشور ما رادیو و تلویزیون آزاد و شخصی نداشتیم. همین امروز هم اگر بعضی ها تلویزیون های شخصی را میندازن دروغ میگن، وابسته دولت ایرانن در ایران، اونا هم بهشون میگن چی میتونی بگی چی میتونی نگی. روزنامه ها رو ببینین، بدبخت یه مقاله مینویسه طرف دوست نداره، درش میبندن میندازنش بیرون. پس شما نیا بگو آقا 50 سال پیش ثابت پاسال فلان باز کرد، همش پول، پارتی بازی، دزدی، رابط داشتن. رابط داشتن یعنی آشنا داشتن. بله بله، پسرخاله من آمیزای نمیدونم گند بابای اونه، به اون میگه برات کارتو درست کنه، فقط شما دفعه دیگه که رفتی یه دختر جوونم با خودت ببر. نکنید، نذارید دهن ما باز بشه. والا شما رفتی گفتی به به من رفتم اروپا، رفتم فولکس واگن آلمان، یه دستگاهی هست به نام تلویزیون، من میخوام بیارم بزنم اینجا، میخوام با مردم صحبت کنم. چوب تو آسینت میکردن. این حرفا چیه؟ مزخرفا چیه؟ اینم از این. خب بریم خبرنامه. آها، برنی سندرز. آها، ببینید این برنی سندرز که من بهتون گفتم الان من از بعد از این که برای اوباما رأی دادم، بعد دیدم بابا اینم فرقی نداره و هر کدومشون به وایت هاوس میرسن گندشون بالا میاد، دیگه رأی ندادم. نه چه رأی توی رأیگیری محلی، چه به اصطلاح بزرگش که برای رئیس جمهوریه. ولی برنی سندرز که اومده دوباره ما رو داره قلقلک میده که بریم رأی بدیم، چون حرفایی که میزنه درست مثل حرفایی که اوباما میزد. عوض میکنم و از اونایی که پول دارن، شما باورت میشه شما تو آمریکا هر چی پول بیشتر بسازی تکس کمتر میدی، هرچی پول بیشتر بسازی سوشال سکیوریتی کمتر پرداخت میکنی، ولی بعد بیشتر دریافت میکنی. وقت همین پدر سوخته ها میگن سوشالیسم بده، خودشون فوری تا 62 سالشون میشه میدونن مدیکیر و مدیکید و امکید و هرچی میتونن میگیرن. آقای برنی سندرز امروز 12:16 دو ساعت قبل، 3 ساعت قبل برای بنده شخصا پیام نوشت. دیدید بعضیا یه نامه نوشتن به یه دفتر مثلا فلان پریزیدنت یا فلان شهردار، براشون یه نامه اومده، این نامه رو چاپ میکنن نگه میدارن تو روزنامه ها میزنن، بعد با افتخار همه جا نشون میدن که ببین خودش به من جواب داد وقتی بهش گفتم آقا ما ایرانی ها فرهنگ 2000 ساله داریم. این نمیدونه بابا اونجا یه دختر یه پسر 20 ساله گذاشتن به این مزخرفاتی که من و شما می‌نویسیم، اونا نامه می‌نویسن. همه رو میخوان خوشحال نگه دارن که شما وقتی دیدی آقا نامه نوشتی برای جورج بوش، برای اوباما، برای رئیس جمهور، برای نمیدونم فرماندار کالیفرنیا بهت جواب دادن، شما اطمینانت به اونها زیاد میشه، پول می‌ریزی تو جیبشون، همش سر پوله. و الا این میشه نامه‌های منو تو رو بخونه و جوابم بده، امضا هم بکنه، کاغذات چاپ شده، آماده شده، استمپ زده شده، مثل بهداری ارتش صبح میرفتی همه اینا رو نوشته بود. دکترم دکتر وظیفه بود، داشت اونور برای خودش صبحونه میخورد، اون گروبانه که حالا لباس سفید پوشیده بود فکر میکرد دکتره، یکی یکی هی برای شما مینویس قرص آسپرین قرص آسپرین قرص آسپرین،
برو دنبال کار. آقای برنی سندرز میگه که وقتی که یکی از اینایی که قیمت داروهای آمریکا رو بذار براتون اینجا نشون بدم که ببینید، اصلا نامه شخصی خودش، اصلا خودش با دوچرخه آورد در منزل ما داد و رفت. برنی 2016 میگه که وقتی که اینهایی که داروها رو میفروشن و تبلیغ میکنن، اون بزرگشون به نام مارتین شکریل try to donate، تلاش کرد که 2700 دلار به این کمپین انتخابات ما بده، من اون پول رو کمک کردم به اونهایی که ایج دارن و در کلینیک ها هستن و به خاطر همین آقا نمیتونن دارو رو بخرن، چون این آقا قیمت داروها رو گرون کرده. بعد چیکار میکنه آقای برنی سندرز؟ فوری از شما سوء استفاده میکنه، میگه حالا شما که فهمیدی من انقدر آدم خوبیم و 2700 دلار اونو دادم برای ایت، شما بیا 3 دلار به من بده. ببین این اگر 2000 تا 3 دلار بگیره، 6000 دلار گرفته در برابر اون 2700 دلاری که داده یا نداده. البته خدا کنه آدم خوبی باشه اینجوری که میگه باشه. و اما خبرنامه وبسایت آسمان دیلی نیوز نوشته که ممنوع الکاری هنرمندان موسیقی صحت ندارد. من این رو هم براتون نشون بدم که یه وقتی توسط آقای ابراهیم به بیریشگی و دروغ گفتن و اینها خدای نکرده چیز نشیم، متهم نشیم. و دوستان یادتون باشه اینایی که امروز میان میگن آزادی همه، یادتون باشه که از همین الان هی میگن ما لوریم بهتریم، ما آذری هستیم بهتریم، ما نمیدونم کردیم اولین هستیم، و مواظب خودتون باشید. آسمان دیلی نیوز که سردبیرش آقای دارابزند هستن میگه که ممنوع الکاری هنرمندان موسیقی صحت ندارد. معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ اسلامی تأکید کرد. حالا شما وقتی یک کس تأکید میکنه، اول باید گفته باشه مردم باور نکرده باشن، این دوباره بیاد تأکید کنه. آیا شما حرفای ایشون رو حتی بعد از تأکیدم باور میکنید؟ نوید کرمانی گفته که اسلام در حال جنگ با خودش هست. این مازوخیست میگفتن اونایی که آسیب میرسونن به خودشون، مثل که اسلام هم مازوخیست پیدا کرده. یک نماینده جبهه پایداری مدعی حضور جاسوسان در خصوصی ترین جلسات رئیس جمهور شد. آقا این چه حرفیه؟ آقای نوریزاده از زیر لحافه آقای خامنه‌ای خبر داره که دیشب چی خورد و چه گازی رها کرد یا با زنش چی گفت. حالا شما تازه میگی یک نماینده گفته که در خصوصی ترین جلسات رئیس جمهور، رئیس جمهور رو رها کن، الانبی رو بچرخون، خامنه‌ای رو بچسبی. هشدار درباره خطر وقوع سیل شدید در زمستان بسیار سرد امسال در ایران. دوستان، آقای سهراب چمن آرا، خدا وکیلی، شما تا حالا چند بار شنیدید زلزله در تهران؟ همین امسال دیگه تمومه. سیل در تهران، اینا هم شدن مثل سلطل طلبای بیچاره بود، میگفت که چمدونتون رو باز نکنید، 6 ماه دیگه میریم به ایران. اولا مگه شما نمیگفتید که شما عبتون لخت و کمپتی اومدید از ایران بیرون؟ چقدر چمدون داشتید که میگید چمدونا رو باز نکنید، میخوایم برگردیم؟ مثل خانم فرح پهلوی میگه ما آمدیم گفتیم برمیگردیم، ولی بعدا میگه ما جواهراتی که میخواستیم بفروشیم یه هندی و فامیلمون اومد کلا گذاشت سرمون. ای دروغگوی کم حافظه. مادر امین انواری گفت پسرم زیر فشار برای اعتراف دروغین است. این ماجرای اعتراف دروغین واقعا ننگ و خجالت و نفرین بر دیکتاتورها که همین آمریکا. من چند روز پیش یه ویدیویی میدیدم که یه نفر 30 سال در زندان بود، بعد فهمیدن که بابا اصلا دی ان ای این نمیخوره و آزاد شد و اینها. بعد حتی اون شهره قرار بود مثلا 32,000 دلار، نه 320، نه 3 میلیون و فلان، 32,000 دلار بده، به این ندادن تا این بیچاره هم مرد. قیمت سکه و ارز رو براتون اعلام میکنه اگه داشته باشید، ما نداریم، راحتیم. گفت خوش قربون خودم که خر ندارم از قیمت
یونجه و از قیمت کاه و یونجه خبر ندارم. ما نه سکه داریم نه ارز داریم، لازم هم نیست قیمتش بدونیم. امیر عبداللهیان عازم لندن شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز با دعوت رسمی وزارت خارجه انگلیس امروز عازم لندن شد. رایزنی اونجا را ایشون انجام میده. و اما شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر استبداد در بند دو زندان رجایی شهر، این هم از زندانهای ایران که از یه طرف میشنویم چنان است و چنین است. یه نفر اون روز میگفت که ما توی یه جایی که 5 متر مربع بود و برای 20 نفر بود 200 نفر ما اونجا بودیم. من هرچی فکر میکردم والا 200 نفر اگه بغل دست همدیگه بخوان وایسن توی 5 متر مربع با رو سر هم مثل این حاجی هایی که همدیگه رو کشتن باشه. در صورت کارمون خیلی خرابه، اخباری که میدن خیلی اشتباهه، افرادی هستیم که همه شور حسینی داریم، حالیمون نیست، فقط میشینیم شعار میدیم. و متاسفانه این سوشال میدیا یا این فیسبوک و یوتیوب و همین تلویزیونای ایرانی و اینها هم دیگه بدترش کردن. آقای لاریجانی هم گفته که متاسفم که برخی از خوشحالی مردم در بحث هسته‌ای ناراحتن. اینقدر متاسف باش تا بمیری. فهرست تحریم هایی که لغو می شوند، اینقدر این هم دروغ میگن که آدم دیگه نمیدونه به چی باور کنه. ملاقات ایرانی ها با اوپل و مایکروسافت در دبی. هوشیار باشیم. این همون مایکروسافت بعد ماجرای اپل، این اپله و خوندم اوپل، عذر میخوام اپل، یادتونه به یه دختر ایرانی که با پدر بزرگش رفته بود توی کالیفرنیا برای پدر بزرگش چی بخره، گفته بود شما چه زبونی صحبت میکنی، گفته بود فارسی. اون فروشنده احمق اپل گفته بود ما به شما نمیتونیم چی بفروشیم، که بعدش هم دنبال گرفتم ولی نفهمیدم چی شد. هوشیار باشیم تا فتنه‌ای درست نشود. آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از فعالین سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و اقتصادی استان البرز با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین و یارانش اظهار داشت راه امام حسین مشعل هدایت امت اسلامی است. خب اگه اینجوره چرا خودت و بچه‌هات نرفتید تو جنگ شهید بشید با همین عراقی‌ها؟ شما هم مثل امام حسین و پسر عموش یزید ها. انتظار داریم پس از برجام شاهد سونامی گردشگران باشیم. سونامی طوفان‌های دریایی رو میگن سونامی، وقتی که باد و آب با هم قرار میشه. حالا شاهد سونامی، ما نمیدونیم چرا کلمه هجوم رو برای این چرا کلمه طوفان رو استفاده کردن. بگید افزایش گردشگران، هجوم چیز. بعضی چیزها رو تو ایرانی که میخونی اصلا شاخ در میاری. صدور بخشنامه برای آتش نکشیدن پرچم آمریکا در مراسم 13 آبان کذب است. مشکل اصلی صدا و سیما چیست؟ هزار تا مشکل داره. احتمال ممنوع کاری بیش از 34 چهره شاخص موسیقی. افزایش غلظت ریزگردها در کرمان، 70 نفر راهی مراکز درمانی شده. من سالها پیش کرمان و زاهدان و بندرعباس زیاد میرفتم میمدم. بعضی وقتا بعد از ظهر ما از زاهدان که حرکت میکردیم که فردا صبح با شیراز میبودیم، طوفان شن میومد و مردم میگفتن جاده رو طوفان برده. جاده رو نبرده بود، شن میومد مثل یه تپه میومد روی جاده و شما با وای میسادی و چه جالب بود. بعد از چند ساعت یه طوفان دیگه میومد همین تپه رو که درست کرده بود روی جاده میبرد و ویلا ملت میموندن دیگه، امکان نداشت که اتوبوس یا کامیون یا ماشین معمولی از این تپه بره اون و. در صورت این ماجرای ریزگردها و اینها مثل اینکه با کاشتن بوته و با کارهای درستی میشه پیشگیری کرد، ولی تا کنون این کار رو انجام ندادن. قبرهای باغچه‌ای مد جدید گورستانها. من رفتم پاریس، رفتم قبر آقای صادق هدایت، غلام حسین چیزی رو نتونستم پیدا کنم، اون شاعر رو نویسندم اون رو، و دیدم که یه قسمتش اینجام هست، قبرهایی هست که اینها طبقه‌ای هست و داخل هستن و اینها خیلی ردیف و اینها، یه عکس کوچولو زدن ولی اینها رو به صورت افقی روی هم چیدن و
بالاخره قبرها هم مثل مدل ماشین باید عوض بشه. ساعت 3:05 است. ما معمولا ساعت 3 بعد از ظهر آگهی پخش میکنیم. آگهی آقای لطیف زمانی رو بعد از چند ماه که هرچی ما به ایشون گفتیم آقا اگه میخوای آگهی پخش بشه خب باید مخارجش هم بدی و ایشون جواب نداد، امیدواریم اتفاقی براش نیفتاده سالم باشه و تنها اتفاق این باشه که ایشون هم تلاش کرده مفتخوری کنه، قطعش کردیم. یه آگهی دیگه داریم مال پتروس هندیمن. پتروس هندیمن این آگهی که گذاشته توش نوشته من عضو 08 هم هستم. 08 هم یک کتابیه اگه اشتباه نکنم، اینه فکر کنم شرکت کتاب 08 08 اینا از ایران همینجوری 08 و 118 و اینا رو آوردن، کاری با آمریکا ندارن که آقا اینجا 411 فلان. گفت که میشه کابوی یا گاوباز رو از ده و از مزرعه بیاری به شهر، ولی ده و مزرعه رو نمیتونی از مغزی ببری بیرون. این دوستان هم همینجوری هم. ایشون نوشته توی اون که جزو 08 هست، حالا چون دیگه نیست به من گفت که چون توی اون آگهی میگید 08 نگید دیگه اونو. گفتیم چشم، عوضش میکنیم. برای ایشون نوشتن عکس جدیدی چیزی اگه داری برام بفرست، چون توی اونم نوشته بود 23 سال، در صورتی که الان ایشون 25 26 سال سابقه داره، هنوز نفرستادن. ولی همین جوری بهتون میگم اگه شما تو منطقه کالیفرنیا هستید، اگه احتیاجی دارید به کسی که هندیمن، تو ایران ما داشتیم اصلا پتروس هندیمن نداشتی؟ نمیدونم. اینجا شما وقتی میری از آیکیا یک کمدی میخری، توی تبلیغش هم یه خانمی میخنده و نوشابه هم میذاره بغل دستش، توی نیم ساعت این کمدو میبنده. خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه که یه چیزی از آیکیا بخری آقا این نمیدونی سرشو به تهش ببندی، تهشو به سرشو ببندی، اینها خلاصه. یه افرادی هستن اینا رو میان برای شما میبندن، توی کرگلیست و اینا هم آگهی میزنن که ما اسمبل میکنیم. اسمبل یعنی سرهم کردن. و همین خاطر میگفتن که صنعت ایران صنعت واقعی نیست، صنعت مونتاژ و اسمبلی است. اسمبلی لاین مثلا اونجا ماشین و اینا رو، موتور اینا رو میسازن، اینا هم یاد طرف برمی دارن میذارن رو موتور رو پیکان، بعد دلش خوش پیکان ساخته. آقای خرمی بود کی بود؟ در هر صورت از این هندیمن رو میگم، اگر توی منطقه کالیفرنیا هستید، لس آنجلس هستید و اینا، ایشون البته میگه من بیورلی هیل نمیرم، درست میگم بیورلی هیل گفته نمیرم، اگه کاری دارید، یه دری خرابه، دیواری خرابه، میخواین آشپزخونه ای درست کنید، کف پوش خونتون رو درست کنید، سقفتون خرابه، اینها بعض وقتا خودتون ریسک نکنید. آب گرم کن اگه خاموش شده روشن نمیشه، نرو فوری فندک بزن، اول ببین چرا خاموش شده، اگزازش گرفته، پایلاتش خاموشه، فلان، کبریت میزنی. خود من یه بار این کاری کردم سالها پیش تو هنرستان، شوفاش خاموش شده بود، من و آقای بزرفکن رفتیم اونجا بدون اینکه بریم گاز رو ببندیم، بدون اینکه درها رو باز کنیم، بعد ببینیم چرا خاموش شده. وقتی اینجا بادی نیومده چرا خاموش شده؟ آقا تا رفتیم اولین کار، احمقانه ترین کار، کبریتو کشیدیم زدیم، کبریتو که زدیم اون گفت هوپ، الان میدونم خندیدی رو زمین افتادی. اگه رفته بودی فیلم چارلی چاپلین انقدر نمیخندیدی، ولی از اینکه بگی 7 دلار 10 دلار بدم به تلویزیون، نه آقا گور پدرش، مگه من گفتم تلویزیون باز کن؟ نه آقا شما نگفتی، آقای ثابت پاسال تلویزیون برای ما باز کرده. خلاصه یه مدتی ما سیبیلس شدیم و ابرولس، وقتا همه این به سیبیلشون مینازیدن، سیبیل هم ما داشتیم مثل آقای داریوش فروهر، سیبیل و ابرو رفت و تو یه مدتی خنددار شده بودیم. اینم از نادانی ما. خب آقای لی عزیز میگه رسیدن به خیر، انار میل دارید، صدا خوب، تصویر عالی، از اوهایو. اوهایو اون وقتا زیاد میومدن، بهشم به شوخی میگفتیم اوهای، چون همه های بودن. میمدم اون شهره چیه؟ اکرین، که خیلی مال دانشگاه و اینا هست. بله انارم الان دیگه پاییزه، فصل انار شروع میشه. ببینیم که یه نفر داره میاد اینجا، ببینیم کیه، دوستمونه، دشمنمونه، چه کار میکنه و چی میخواد بگه. در صورت انار میل دارید، نوش جان، انار میگن خون رو تصفیه میکنه و رسیدن به خیر. قربان ما ماه قبل آمدیم، رسیدن شما به خیر، شما کجا بودی؟
و ممنونم از شما دوست عزیز لی. اگر امکان داره دوستان چیز کنید، به اصطلاح از لحاظ چیزم حمایت کنید، از لحاظ مالی. بله طبق معمول این فروشنده ها میخوان بیان چی بفروشن، میاد این سبزی ها رو نگاه میکنه، بعد میگه که سبزی های شما پشه داره یا یه حیوانایی داره که برگاره میخوره، میخوایم ما براتون سم بپاشیم. گوش کنید دوستانا، به خدا شوخی نمیکنم، دروغم نمیگم. میگیم بله چند؟ میگه 120 دلار. میگیم اوکی، این 120 دلار کی میاد؟ میگه هفته دیگه. هفته دیگه میاد میره به درختا یه مشتی چی میزنه. میگیم آقا تو گفتی اینا پشه داره، چرا اینا؟ میگه نه ما فقط درختا رو چی میکنیم. میگم بابا من که نیومدم دنبال شما، شما اومدید گفتید. در رابطه با این مواظب باشید، اینایی که میگن و اینها، اینا هم مثل مجریان تلویزیون دروغگو هستن، مثل اپوزیسیون. نه اپوزیسیون ماشاءالله همه ریشه دار، از بس بی آبی کشیدن ریشه هاشون رفته تو زمین تو چینا. یه نامه هایی میاد زرد، شما هم وقتی رنگ زردش رو میبینید خب از اهمیت خاصی برخورداره، میگید این چیه؟ خدا شکر رفت. ما پشت درمون نوشتیم که کسایی که چیزن مزاحم نشن، با بعد ننوشتیم no solicitation، نوشتیم که ما نمیخوایم اون چیزی که شما میفروشید. در هر صورت یه نامه آمد و ما دیدیم داخلش هم یه چیزی هست، گفتیم خدای این چیه؟ وقتی تو نامه بود این یه کمی خب مثل قطور بود، یه چیزی بود بالاخره. وازش کردیم و نوشته بود که یه تویوتا 2016 میخوان به شما بدن، اینم همراهش اومده، من اینو بیارم جلو. نوشته بود این رو بکشید. حالا من نمیدونم این رو اگه بکشیم شما میبینید. بله اینو که میکشی خیلی ساده است، یه مدار برقی است، این به اصطلاح بینش قرار گرفته که وصل نباشه، وقتی میکشی یه شماره‌ای پیدا میشه، شماره هست 95 78 46. اوکی بعد حالا ببینید اینا از بس هولکی هستن که پول مردمو به اصطلاح دوباره زدمش جا خاموش چیز کنن. نوشته که شما این دستگاه رو که روشن کردید این پایین بیاین این رو اسکرچ کنید، از هولشون اسکرچ رو گذاشتیم و شماره این ور بود آردی، اصلا احتیاج نداشت که شما بتراشی اینو. اسکرچ یعنی خط بنداختن، پاک کردن یه چیزیه، نه خط تراشیدن. در هر صورت اسکرچیه، ما اسکرچ کردیم، گفتیم بابا این که گذاشتی این ور دیگه چرا اینقدر ما را اذیت کردی. بعد نوشته که شما این بالا نوشته تویوتا برنده شدی، میای این پایین نوشته که شما همین الان، همین الان زنگ بزنید به این شماره تلفن، کدم اینه، و یا یه ماشین تویوتا 2016 برنده شدی، یا یه تلویزیون سامسونگ برنده شدی، یا یک آیپد اپل برنده شدی، یا یه کروز از این مسافرای با مسافرت با کشتی و اینها کره بیان و فلان و بسار بسار، اگین همین الان تماس میگی. و شما وقت تماس میگیری اونم بهت تبریک میگه و میگه برنده شدی اینها، بعد میگه که ما این جایزه تو اینجا داریم، شما با 400 دلار بفرسی حق العمل یا مالیاتشو. میگه ما جایزه رو بهت میدیم ولی دولت مالیاتشو میخواد. دروغ. بعد شما هم اگه مثل من ساده لو باشی که من تا حالا این کارو نکردم، 400 دلار میدی به این و هی میشینی دیگه هیچ خبری نیست. بعد یه مام که زنگ میزنی میگه این تلفن دیگه کار نمیکنه، رفت یه تلفن جدید گرفت. و اما یه دوستی داریم ما، دوست بسیار خوبمون آقای منوچه، دیدید که هر سه ماهی هم یه بار برای ما یه چکی میفرسه و به وسعش به داراییش ما 10 دلار کمک میکنه. دیروز ایشون پیام گذاشته بود که سوربی من یه مشکلی برام پیش اومده با کامپیوتر، اگه امکان داره زنگ بزن. زنگ زدم، اولا با خبر شدم که دوستش سرطان داره و اینها، خیلی ناراحت شدم و به ایشون گفتم چیه. گفت آقا من آمدم این فیلمو نگاه کردم، رفتم یه فیلم دیگه، بعد که آمدم دیدم یه پاپ اپ، یعنی یه تصویری میاد با یه صدای زنی که هر چی میگن اختون اختون وارنینگ وارنینگ یا اختار اختار، کامپیوتر شما ویروس بهش زده و همین الان به این شماره تلفن تماس بگیرید. آدمم هول میشه تماس میگیره. بهش گفتم همین سه روز پیش در تلویزیون آمریکا گذاشته بود که زنه که کارش کامپیوتره، شوهرش کارش کامپیوتره، اونم بیچاره زنگ زده بود 200 دلار داده بود، بعدم دوباره اومد تو کامپیوترش خرابترش کرده اینا. گفتم تا اونجایی که میتونید زنگ نزنید، خاموش کنید، برنامه رو عوض کنید، برگردید برید دو روز پیش سه روز پیش، کامپیوترها روزا استور میکنه.
مثلا برگردید به آخرین استوری که کرده، بعد شما ریستورش میکنید. این از در صورت امیدوارم درست شده باشه، چون گفت اگه برام ایمیل هم بفرستی نمیتونم ایمیل باز کنم. حالا امیدوارم این فیلمو که میبینه، دوست عزیز، مال یوتیوب نیست، مال مردم تیوی نیست. نمیخوام بگم بیشتر صفحه های ایرانی، ولی حقیقتش اینه اکثریت وبسایت های ایرانی که در ایران هستن از چیزای راشا و یوکرین و چینا میخرن، اونا خودشون این آشغالا رو میفرسن، این کوکی‌ها رو میفرسن و براشون شده یه منبع در آوردن پول. دولت هم تا امروز نتونسته براشون کاری انجام بده. دوستان، در رابطه با این که ما بعضی وقتا به این دوستان اپوزیسیون، به نادانهاش میگیم کمپوزیسیون، بعضی از شما گله میکنن، ولی خب بذارید ما هم گله خودمون رو بگیم. ما از صبح تا شب که میشینیم اینجا، مثلا این رو امروز دوست خوب من علی فرستاده که خب روز دوشنبه است، بیاین با هم بخندیم. ببینید دوستان، نشته سازمان دامپزشکی کشور، جهاد این به جای سازندگی یا هرچی کرده نماز، رنگ این با این فرق میکن. اداره کل دامپزشکی استان، تا اینجا داشته باشید، این بالا اگه یه خط صاف باشه، این موازیه، این موازیه، پارالل باهاش. حالا میایم اینجا میرسیم به کمپوزیسیون. این کمپوزیسیون بیچاره عقب افتاده ببینید چی کار کرده. در این مکان روزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 17 بعد از ظهر کلیه نمازگزاران جمعه مجانی درمان میشوند. اولا کج، ببینید چجوری رفته، اینجا چقدره، اینجا که تموم شده چقدره، اینجا چقدر زیاده، اینجا چقدر کمه. این نمازی که گذاشته اینجا رنگش با اینا فرق میکنه. یعنی این بدبختای عقب افتاده که حالا اینجا خانم شادان شیرین سخن، اینا معمولا از همین فرزندان کوروشن که درست مثل کوروش 3000 سال پیش هنوز باید بفتششون با اون دمپایی و اینها برن دنبال کارشون. برای این دوستم نوشتم علی جان چشمت رو ببند، تصور کن تو آخوند هستی در ایران، وقتی که میبینی اونایی که میخوان با تو مبارزه کنن اینقدر احمقن، خداییش خندت نمیگیره؟ خداییش نمیگه همون سوره قرآن که گفته خدا دشمنان ما را از احمقا آفرید؟ بعد آیا نمیگی ای کاش خمینی، قدزاده، همین سازگارا، اون یکی طباطبایی، آقای بنی‌صدر، ای کاش اونها هم به احمقی این کمپوزیسیون بودن؟ ای کاش اونها هم می نشستن و اینو درست می کردن؟ آیا نمیگی که ای کاش اونها هم مثل مجاهدین بودن، می شدن ویدیو درست می کردن، خودشونو مسخره می کردن؟ گفت خدا وکیلی چرا؟ گفتم این چرا یعنی بله. در اصل دوستان کارمون خرابه، تا روزی که قبول نکنید کارتون خرابه، ببینید اسم مجاهدین که آمد، حلالزاده، اینها نطفه عموشون هستن، چون معمولا پدرانشون این ور اون ور بوده. ببینید همین الان اینا میان به اسم ISDCI، این حرفی که آقای چیز توی کانون آوا نوشته، مجاهدین با 200 تا 300 تا اسم مختلف به شما حمله میکنه. چرا؟ برای که دروغ میگه، خجالت میکشه که بگه ما مجاهدین هستیم، با اسامی مختلف، با وبسایت های مختلف. واقعا ننگ و خجالت بر شما که یه آخوندی با تیپ و نوار و شبنامه به کمک شما که احمق بودید، نمیدونستید، آمد سر کار و امروز شما رو فرستاده در این صحرای کربلا و نمیدونم لیبرتی، تار و تنبک هم داده دستتون. دیگه خواننده‌ای هم که ندارید، آقای سخایی بود که مرد، خانم مرضیه بود که مرد، فکر نمی‌کنم دیگه این امیر آرام هم با شما به اصطلاح کل کل کنه. اینم اوضاع کمپوزیسیون. خب پس این نامه ها رو بریزید دور تا میاد بازش کنید، بریزید دور. شاید مثلا داداشتون توی نامه زرد براتون چی نوشته باشه. دوستمون لط کرده $200 ارسال کرده از کالیفرنیا، من ممنونم. دوستان از شما خواهش میکنم چک نوشتن رو در آمریکا همون جوری که بانک میخواد بنویسید. شما وقتی مینویسید 200، صفرهاش باید اندازه 2 باشه، اگر کوچیک باشه میخوننش $2.
این روزا هم ما شروع کردیم، خیلی های تک شدیم، اینا رو با تلفن دیپوزیت میکنیم، هی ما مینیسیم 200 دلار، هی بانک مینیسه نه. پریروز یه نفر دوستی 30 دلار فرستاده بود، ما هی میفرستادیم 30 دلار، اون میگم نه. آخر فهمیدم که این نوشته 30 2 نقطه 2 0، این میشه مثل ساعت. اینجا اشعار نمی‌نویسن، اینجا مثلا شما اگه می‌خوای بنویسی 200 دلار 200 رو، اولا همه عددا باید یه رقم باشه، البته بماند که اصلیش 9 باید پایین باشه، 6 باید بالا باشه، کج موج. ولی یادتونه وقتی رفتیم کلاس انگلیسی، وقتی که خط می‌کشیدن باید بین اون دوتا خط می‌نوشتیم، برای این بود که صاف بنویسیم، برای این بود که بعداً بفهمن چه حروفی کپیتال، چه حروفی لوور کیس، یا چه حروفی بزرگه، چه حروفی کوچیکه. پی معمولی بالا بود، پی پا اینجوری بود، کیو پایین بود، اون بالا بود. میدونید بهتر از من. تو رو خدا چه کاری که می‌نویسید؟ نه برای من، برای دیگران. لطف کنید درست بنویسید. ضمن تشکر از این دوستمون که 200 دلار لطف کرده، حالا من نمی‌خوام بگم خیلی باید زحمت بکشم برم بانک و بیام، بعدم نیست که وقتی بریم بانک و بیام، ولی سعی کنیم با چیزای اینجا. مثلا من می‌بینم توی خبر، توی صفحه خبرها ساعت و تاریخ و اینها رو فارسی رو با انگلیسی اشتباهی می‌نویسن، انگلیسی رو به رسم فارسی می‌نویسن. شما قشنگ می‌نویسی 200 200 یه نقطه می‌ذاری، اعشارش هم می‌تونی بنویسی 0 خط کسری یا همون ممیز، یا اینجا میگن forward slash 100، یعنی 200 دلار رو هیچی سنت از 100 تا سنت. ولی اگه خورده داشته باشه مثلا می‌نویسید 200 دلار و 35 صدم، یا اگه اونم ننویسید همون 200.35 که بذارید میشه 200 دلار نقطه اعشاری 35 از صدم، دیگه از دهم که نمیشه باشه. اینم از این. و اما شادان شیرین سخن added a new photo. خب بله، اینم از این. یک اسب اصیل ایرانی که مراسم عزاداری امام حسین را تبدیل به خنده کرد، توسط حاکم شهر محکوم به اعدام شد. دوستان اینم اپوزیسیون ما، شادی شیرین سخن میشینه حتما. اینم فردا میگه من لرم، من آذریم، من کردم، و شما فارس ها بی خود اصلا نفس میکشی که اگر نوبت به ما برسه بعد از آخوندا، پدر شما فارس ها را اول در میاری، بعد میان سراغ اصفهان، بعد میرین سراغ بلوچستان، بعد میرین سراغ آبادان. اون وقت چه فرقی دارن اینا با آخوندا؟ آخوندم میگه خودی ناخودی، آخوند ناخوند، ایداد بیده. خب مرکز درمانی رو براتون خوندم و این کار فتوشاپ زشتی که اینها انجام دادن. آهان، scammers hacking victim computer by calling on the phone. دوستان ممنونم از دوستی که اینو الان فرستاد تا من براتون بخونم. ببین در رابطه با همین موضوعی که صحبت کردیم، میگه که scammers شارلاتان ها رو میگن scammers، con artist دزدا، اینا رو شما میتونی بگی. اینایی که میاد مثلا یه بدبختی بارون اومده، حالا سقف خونش هم خرابه، میگه میخوای درست کنم؟ میگه بله. میگه 200 دلار بده من فردا میام. میره دیگه پیداش نمیشه. به اینها در زبان فارسی میگیم شارلاتان، اینجا میگن scammers. ببین آقای منوچهر خان اگر برنامه ما رو میبینی از یوتیوب، scammers hacking victims computer by calling on the phone، میگه که این شارلاتان ها تلفن شما رو، کامپیوتر شما رو هک میکنن به وسیله زنگ زدن با تلفن. پس با اینها تماس اصلا نگیرید، تماس بگیرید به یه دوستتون که وارده، تماس بگیرید به پلیس شهرتون. حتی اینجا نوشته که اگر یکی از اینا آمد و کلاهتون رو برداشت و اینها، به کیا تماس بگیرید؟ ftc.gov gov، میدونید که برای government stand میکنه. نوشته if you verify that you are a victim of identity theft، میگه اینا وقتی میان تو کامپیوترتون، اون مشخصات شما رو، بانک و مانک و همه این چیزها رو که ما تشویق کردیم گذاشتی روی کامپیوتر، حالا اونا میان میدوزدن. اگر هم چیزی شد شما با اینا به اصطلاح تماس بگیرین. Federal Trade Commission، Federal Trade Commission FTC، اینم وبسایتشون نشونتون میدم. امیدوارم که
این بلا سرتون نیاد، چون خیلی مشکله تا به قول آمریکایی‌ها شما بتونی بری و اسمت رو کلیر کنی و بری بهش بگی که بابا من اون پدر سوخته‌ای که این دوزیا ببخشید این تون میارم اینو درست نمیشه، اینجوری بهتره. بله، Consumer Information Federal Trade Commission، Federal Trade Commission، با اینها تماس بگیرید و اینها ازشون سوال کنید که یه همچین چیزی شده. معمولا بهتون میگن، میگن که کامپیوترتون رو ببرید اگه وارانتی دارید اونجایی که خریدید، اگه ندارید ببرید به جایی که بهش اطمینان دارید، مثل Best Buy، مثل استیپل، مثل مایکرو، مثل آفیس دیپو، و به اینا بگید که من فکر میکنم کامپیوترم ویروس زده تا اونها براتون درست کنن. و لطف کنید به دوستانتون، به سایت هایی که نگاه میکنید، هی نگید از روزی که تو یه ایمیل برای من فرستادی کامپیوتر من اینجوری شد، چون شما نمیدونی چند جای دیگه رفتی قبلش، چند تا ایمیل دیگه رو خوندی و پاک کردی، یا چند تا وبسایت دیگه. اولین چیزی که یادت میمونه چون دوستته دیگه، اسمش هست، به اون زنگ میزنی و درسته که اون نمیتونه کاری بکنه ولی ناراحت میشه، میگه آقا منی که تو کار ویروس نیستم. خب این دوستمون اگه زنگ بزنه بگه آقا شما که واردی من چه کار کنم یه چی، ولی اگه بگه همون روزی که من گفتم، گفتم یه دوستی بود تلویزیون داشت، این ما گهگاهی کمکش میکردیم، یه دو سه بار وقتی کمکش کردیم، بعد دیگه من گفت آقا از روزی بود شما اومدی کمک من کردی کامپیوترم اسلو شده، کامپیوترم یواش شده. حالا کامپیوتر مال کی بود؟ کامپیوتر مال قرن ناصرالدین شاه بود. گفتیم بابا ما کاری نکردیم، ما آمدیم این پروگرامی که شما نتونستی نصب کنی برات نصب کردیم، بعدم با سلام و صلوات آمدیم یا از منزلت بیرون یا از کامپیوترت آمدیم بیرون، ما دیگه نبودیم. شما کجا میری روزانه؟ بعد میگه آها من سایت نمیدونم چی نیوز رو میبینم، سایت فلان ریپورت رو میبینم. میگم بابا اینایی که میزنه تو روش کلیک میکنی میفتت ایران روی وبسایتی، اون ایرانیه برای که ارزون باشه از کجا خریده؟ از نمیدونم چین خریده. چین چه کار میکنه؟ چین چینت میکنه، میشینه پدر صاحب بچه رو در میاره. ببینم چیز دیگه ای براتون دارم یا آها برای این دوستمون نوشتم آقا تو اول باید برنامه من رو گوش بدی بعدا نظر بدی، ببینی من تو برنامه‌ام چه مزخرفاتی گفتم، بعد شما بیای بگی آقا اینجا اینو گفتی دو تا 16 تا. دوست عزیز الان سال هاست من زحمت کشیدم ثابت کردم که دو تا میشه 4 تا، نه اینکه برای من بنویسی 10 عاملی که جمهوری اسلامی. میگم خب آقا $10 بده بذارم رو فیسبوک، من منتظر روزی هستم بی صبرانه که فیسبوک این در کامنتو ببنده مثل یوتیوب و اجازه بده که اگر کسی میخواد با من تماس بگیره از قسمت مسیج استفاده کنه. آقای عزیز شما در مسیج باید برای من بفرستی سوربی امروز که برنامه داری، به نظر من این تاپیک یا موضوع خوبیه، اگر دوست داری در این مورد صحبت کن. چی شد؟ احترام گذاشتی به خودت، به من میگی تو که صاحب اینجا هستی اگر دوست داری تو برنامه اینو بگو. اگه آقا شما که ادعای آزادی میکنید، شما که لور ریش دار هستید، اگر چیز هستید اینجا بروید فلان کنید، من اینجا نشستم امروز قرار دارم با دوست دخترم. آقا give me a break. I just faxed you the DVD format requirement for publishing. Faxed me? من فکس ندارم قربان، سال هاست فکس رفت، فکس لولو بود، لولو فکس ممه بود، لولو ممه رو لولو برد، فکس مال قرن بیستم بود. چقدر ما پول دادیم $500 $600 این فکس ماشین ها رو بخر هقیش غیش صدا بده. در صورت requirement for public television program for season will start November. Submission must meet this deadline. The application form we need to discuss the اوکی. بعد از برنامه زنده حتما این کار رو انجام بدیم. دوستان عزیزی که میان به من میگید که آقا میشه با هم صحبت کنیم روی اسکایپ، خب لطف کنید بگید درباره چی. بگید آقا من یه برنامه میخوام، یه فکری دارم، نمیدونم میخوام بیام مسافرت، میخواستم ببینم میتونم تو خونه شما بمونم. منم میگم نه قربان، هتل مال مسافره، مسافرم مال هتل. کارمون خیلی خراب، من نمیدونم واقعا شما منو سکته میدید یه روزی.
خب روز دوست، از موریس متلینگ پرسیدن دوست بهتر است یا خواهر و برادر؟ گفت ما در انتخاب خواهر و برادر نقشی نداریم، اما دوست عزیزی است که خودمان آن را انتخاب کرده. امروز روز جهانی دوست خوب است. روزت مبارک دوست خوبم. یادت باشه زندگی کوتاهه، زود ببخش، عاشق حقیقی باش، بدون کنترل بخند تا تو مهمونی ها بهت بگن دیوونه است مرده که یا دوا کشیده. این پیام رو برای کسانی که دوستشون داری بفرست، حتی به روز، حتی به کی مثلا؟ روز دوستی ها مبارک، تقدیم به دوستان، روزتان مبارک، روز شما مبارک آقای علی شیرازی عزیز، همشهری ما. مرسی که این رو فرستادید، مرسی که من رو دوست خوب خودتون خطاب کردید. دوست حقیقتی، دوستی حقیقی مانند نهالی است که در کوهستان بروید، به مجرد اینکه ریشه های خود را به سنگ های صخره کوه متصل کرد، دیگر طوفان های سخت و بادهای تند هم قادر به کندن آن نخواهند بود. این هم از این دوستون، ممنون. خبرنامه آسمان دیلی نیوز رو براتون خوندم. آقای دکتر علی صدارت هم لطف کردن مقاله هایی رو نوشتند و فرستادن و از ایشون هم باید یه بار سوال کنیم، این همه نوشتید و این همه گفتید تأثیری داشت؟ شما که دکتر هستید، شما که پرسیجر رو به قول معروف استپ بای استپ، قدم به قدم جلو میرید، به ما بگید اگر از A شروع کردید امروز کجا رسیدید، اگر از 0 و 1 شروع کردید امروز به کجا رسیدید، آیا از این حرکتتون خوشحال هستید، از راندمان کارتون شاد هستید؟ فکر نمی‌کنم. ما نباید از آب و بهداشت و جاده هایمان برای انرژی هسته‌ای هزینه می کردیم. این که می گویند با انرژی هسته‌ای ایران گلستان می شود دروغ است. ممنون. ای کاش یکی از این دوستان در زمان شاه این رو به شاه هم گفته بودن و مثل آقای رضا پهلوی که حتی تاریخ رو نمیدونه، حتی تاریخ معاصری که باباش درش سهیم بوده نمیدونه و میاد میگه که ما که این همه گاز داریم، فکر کنم اون روز رفته بود دیزی خورده بود، احتیاجی به نیروگاه اتمی نداریم. و اما ماه محرم هست و ایام عاشورا و اون روز من در برنامه هم حتی گفتم که چرا مردم مکه میرن، این مخارج رو، این هزینه ها رو صرف مدرسه کنن، صرف کلینیک کنن اینها، و نیر خانم هم گفته بود که خیلی ممنون از این حرفی که زدید، منم ازشون ممنونم. در رابطه با ماه محرم نوشته که نام یزید، شهرت بنی امیه، نام پدر معاویه، نام پدر بزرگ ابو سفیان، نام جد بزرگ عبدالمطلب، اینو گوش کنید دوستان، نام حسین، شهرت بنی هاشم، نام پدر علی، نام پدر بزرگ محمد و ابو طالب، نام جد بزرگ عبدالمطلب. اوکی؟ نتیجه گیری، رابطه امام حسین و یزید، پسر پسر عمو، رابطه امام علی و معاویه پسر عمو، رابطه معاویه و محمد پسر عمو، رابطه ابو سفیان و ابو طالب برادر، رابطه محمد و ابو سفیان، ابو سفیان عموی محمد، رابطه ابو سفیان و امام علی، ابو سفیان عموی امام علی. علت اختلاف دعوای خانوادگی بر سر قدرت. کسی نیست بگوید شما ایرانیان را چه که سالهاست بر سر خود میزنی. خود اعراب اینها را قبول ندارند. شما نخود کدام آش شده ای؟ به قول مرحوم احمد کسروی، بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند، تیربخت تر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد، و سیاهبخت تر مردمی که به خاطر تاریخ ننگین کشور دیگر بر فرق میکوبد و عمده روزهای سال خود را در عزاداری برای آن بیگانگان. حماقت انسان را به کجا میبرد؟ در ایران باستان هنگامی کودکی به دنیا میآمد، درختی در زمین میکاشتند. اکنون که کودکی زاده میشود، خون حیوانی را به زمین میریزند.
بزرگترین حقارت تاریخ یخزدگی مغز انسان‌هایی است که از اختراع ادیسون استفاده می‌کنند و با روشن شدن چراغ بر اعراب درود می‌فرستند، یا اینکه در خاک سرزمین کوروش بزرگ زندگی می‌کنند و خاک سرزمین‌های اعراب را تبرک می‌دانند. دلخوشیم به کدامین راه نجات. همین آقای احمد کسروی دانشمند ما کتاب می‌سوزونده. اصلا یک کسی تا شروع کنه کتاب بسوزونه، شما باید این را از صفحه تاریخ و اینها بندازی بیرون، بگی برو هر وقت دانا شدی برگرد بیا. خب این دوست عزیزمون از کالیفرنیا نوشته: کاکو جون، یاد خاطره افتادم، شاید برای تلویزیونتون جالب باشد. 27 سال پیش با 50 دلار با 2 فرزند 7 و 9 ساله و همسرم به عنوان پناهنده وارد آلمان شدم و بعد از 21 ماه با 14,000 دلار که من و خانمم کار سیاه کرده بودیم به اینجا آمدیم. این رو گفتم که فرزندان ما فکر نکنند همه چیز راحت به دست می آید. ممنونم. به نظر می رسه که من و شما سرنوشت مثل همی داشتیم. منم 22 ماه در آلمان بودم، منم اونجا کارهای سیاه و سفید انجام دادیم تا بالاخره آمدیم آمریکا. و اما یک خانمی هست به نام نزهت یحیی‌زاده، ایشون همچنان داره به همه فحش میده و من یکی از نوشته های ایشون رو که میخونم هنوز نفهمیدم که واقعا میگم ایشون چی مینویسه. دوستان به خدا فکر نکنید من دارم مسخره میکنم یا چیز میگم که شما بخندید. نگاه کنید این نوشته ایشون رو من میذارم زیر این روی میز تشریح. نایر خانم ببین، شما به من نگو چرا اینا رو میذاری رو میز تشریح. شما ببین یک بانوی، فکر کنم ایشون هم آلمان باشه، ببین اصلا این نوشته رو دوستاش نباید به این بگن که آقا خانم ننویس، تو رو خدا آبروی ما رو نبر. ما بی سواد بودیم، یه مقامی داشتیم، استانداری بودیم، شهرداری بودیم، حالا بی سوادی ما رو به همه نشون نده. ببین ایشون چی نوشته: همچنین توجه به این دو نکته در آدرس تقدیمی نیز ضروری است. داعش یعنی سربران به اضافه قلب خورانی که توسط همین مثلا مؤتلفین بی وجدان فوراً به عنوان دولت یا حکومت اسلامی نامیده شناخته شده و پذیرفته شدن و بی‌شرمانه تر توسط رادیو و تلویزیون اسرائیل تمام یاران وصل به میبودی معتاد بی وجدان همواره معترضین بشار اسد نامیده شدند. دوستان این یه جمله این خانم بوده، نه رعایت جمله نویسی، نه رعایت ادب، نه نزاکت، نه تربیت. ببینید این یه جمله بود. خانم آقای میبودی معتاد بی وجدانه، تو چه احمقی هستی که میشینی برنامهشو نگاه میکنی؟ ولش کن. تو چه احمقی هستی که براش تبلیغ میکنی، فیلماشو نوشتهاشو برای این اون میفرسی؟ حالا بریم جمله دوم. ما یه پاراگراف خوندیم شده یه جمله: تروریست های خود را به نبرد مقدس بر علیه روسیه و آمریکا دعوت می نمایند و نه هرگز بر علیه اسرائیل و کشورهای عربی پولدهنده و سازندگان و محافظین اصلی خودشان، زیرا این تروریست های هولناک هدف مهمتر نابودی آثار تمدن و تاریخ واقعی بشری منطقه را به خاطر کشورهایی که از این کمبود رنج می برند نیز به عهده دارند. بعد این علامت تعجب، کاما، ویرگول، اینا رو هم هر جا و بی جا استفاده میکنم. تا خیال همگان در منطقه بر اساس ناداری یکسان و به نفع مدعیان دروغساز تمام آثار باید نابود گردن. جمله رو کیف میکنید دو بار؟ حالا تازه دو، اون وقت حالا این یک بود. دو، در عرض 5 روز گذشته این رسوا نمودن پوتین به غیر از این آدرس، آن هم در وسط خبر و فقط در عرض 32 ثانیه در هیچ جای دیگر مطرح نشد، باز هم دلیل دیگری که رسانه های غرب ابدا مستقل نمی باشن. ببینید این خانم با نادانی خودش میگه که این خبر 34 ثانیه بود بعد پاک شد و هیچ جای دیگه، یعنی وقتی شما میگی هیچ جای دیگه یعنی همه جای دیگه را این خبر داره. چقدر پست، چقدر دروغگو، چقدر ذلیل، چقدر خار، چقدر بدبخت
که به جای این که بیایم بگیم آقا من و حسن کچل و نمیدونم اون یکی لنگ و فلان اینها میخوایم یه حرکتی داشته باشیم، مردم بیایم به ما بپیوندیم، وایسیم به میبادی فوش بدیم، به اون فوش بدیم. آقا میبادی ایراد داره، خودمانم 100 بار ایراد گرفتم. بزرگترین ایرادش که دروغ گفت، گفت اگه احمدی بشه رئیس جمهور من میرم بیرون، نرفت. بزرگترین ایرادش که به خاطر نمیدونم میگن ساعتایی که از خانواده شاه گرفته، ساعت دوست مسکی ایشون، هی باید تمجید بگه. ولی نگاه نکن، من والا نگاه نمیکنم، بنده خدا لطفم داره گاهی وقتی هم زنگ میزنه با اون صحبت میکنه، ولی برنامه‌اش به درد من نمیخوره. من دردی ندارم که برنامه‌ی اون درد من رو درمون کنه. یک ایمیلی رو آقای ضیا مصطفی زاده نوشته، اون رو هم اگر پیدا کنم براتون میخونم. بذار ببینم میتونم پیداش کنم. بله، در رابطه با پرسش از جناب آقای نصر احمدی. میدونید که من امروز گفتم آقای مصطفی، آقای ضیا مصطفی زاده گفته بودن که تماس میگیرن و پرسش میکنن. ایشون گفته بود وقتی که شنیدم شما گفتید این برنامه آخرین هست، دیگه من گفتم چه فایده که من سوالم مطرح کنم، مخصوصا اینکه آقای احمدی هم خیلی طولانی پاسخ میده و بعض وقتا تکرار مکررات، بعض وقتا ذکر مصیبت. بله، اون دو تا برنامه بود که یه نفر حمایت کرده بود. من امکان این که برنامه با آقای احمدی و دیگران بدم، اون لره، اون یکی هم لره، اون یکی هم کرده، اون یکی هم آذریه، همشون هم فکر میکنن اگه ما بهشون برنامه بدیم ایران آزاد میشه، اینها هم فلان. ندارم. هر کسی میتونه حمایت کنه یا خود این دوستان اگر میتونن حمایت کنن بیان اینجا. بله، ما چاپخونه داریم، به جای اینکه 30 سنت بگیریم برای هر ورقی که چاپ کنیم، از شما 3 سنت میگیریم. ولی اگه 3 سنت نگیریم، فردا برق رو قطع میکنن، این چاپخونه دیگه کار نمیکنه. چاپخونه هم مثل پولکوپی های زمان شما نیست که با دست بزنی، حتی اونم بزنی اگه جوهر نداشته باشیم، استنسل نداشته باشیم، کار نمیکنه. بیمایه فطیر است. آقای مصطفی زاده نوشتن که روز گذشته در برنامه شما ایشان با مهارت بسیار همچون برنامه‌های دیگر خود خربزه بسیار فروخت. خربزه به شرط چاقو. اجازه بدید که من نوشته ایشون رو هم نشون بدم. آقای مصطفی زاده ساده می‌نویسه، ساده هم من میتونم بخونم. خربزه به شرط چاقو. خربزه فروش دورگردی در یک مسیر پر رفت آمد پیوسته فریاد میکرد خربزه شیرین به شرط چاقو. در داخل این خربزه ها شیر و شهد بهشتی است، بخر به شرط چاقو. واقعا آب حیات است، بخور تا که نمیری هرگز. چند خوشباور ساده دل در اطراف او گرد آمدن تا به نوبت آب حیات خریده و به خانه برند. یکی از مشتریان گفت اگر به شرط چاقو میدهی همه خریدار خربزه تو خواهند بود. خربزه فروش خربزه ای را که به قطعات بسیار بریده و هر قطعه را که به دست هر خریدار میداد، خود میگفت به به، عجب خربزه ای، هر که بگوید شیرین نیست حرامزاده است یا فلان است. هر که بگوید شیر و شهد نیست فلان است، هر که بگوید این آب حیات نیست فلان است، و سخنان خیش را تکرار میکرد. بیچاره خریداران که از بدمزگی خربزه مذاقشان تلخ شده بود، جرأت بیرون ریختن آنچه در دهان داشتند را نداشتند و چون دهانشان پر بود نمیتوانستند حتی سخنی بگویند. خربزه فروش هم بدون وقفه سخنان خود را به فریاد تکرار میکرد و من با شنیدن فرمایشات دیروز آقای احمدی که همچون برنامه‌های دیگر خود منتقدین خود را حسود، نادان، غیر متخصص و مأمور رژیم می‌خواندند، از سخنان ایشان چندین برمی‌آید که اساساً هیچ یک از ایرانیان صلاحیت انتقاد از ایشان را دارا نیستند، پس اساساً انتقاد از ایشان مقدور نیست و به قول ایشان اینکه نمی‌شود. بله جناب سوربی، در زمانی که انسان به قدرت نرسیده است، بهترین راه تحمیل مطالب اعمال استبداد و دیکته کردن به مردم همین سیاست خربزه فروشی می باشد. وای و وای بر زمانی که این گونه خربزه فروشان به قدرت برسند. پرسش: جناب سوربی، مگر دیکتاتورها جز این می گفتند و می گویند که مردم شما نفهمید، و آیا این تنها من آریامهر هستم که می دانم و می فهمم راه دخول به کاخ من بله قربان گفتن است و راه دخول به ایران به اوین انتقاد؟
این است سیستم شاهی. مردم شما در امور مربوط به زندگی خود نادانید و فقط من ملا میدانم که راه بهش کدام است. این است شیخی و این از شاهی، این از شیخی. بله. و به فرموده جناب احمدی دموکراسی فقط لفظ است، پس لفاظی و بازی با الفاظ واجب. در پایان اضافه می کنم که بسیاری از سخنان جناب احمدی از نظر من کاملا درست و بجا هستند و من از زحمات ایشان قدردانی می کنم. زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد، اما سر که نه در راه عزیزان اون هم ملت ایران بود، بار گرانی است کشیدن به دوش. ارادتمند مصطفی زاده. خب شما انتقادتون رو گفتید، منم خوندم، ولی حالا من یه انتقاد از شما میکنم. درسته که اون خربزه فروشه میاد تبلیغ خودش رو میکنه و ما هم داریم کس نگوید که ماس من ترش است یا ترش است. تلویزیون مثل خربزه فروش نیست. آقای اوباما میاد شب صحبت میکنه، درست بعدش نماینده ریپابلیکن ها میاد میگه این آقا که گفت ما دیگه بدهکار نیستیم دروغ گفت و اینجا اینقدر ما بدهکاریم. شما اگه یه تلویزیون دیگه ای رو مثال بزنید بله، ولی با همه اختلافاتی که من و شما داشتیم با هم، آقای مصطفی زاده شما رو چون شخص صادقی میدانم گواهی بدید که اگر شما بیای یه ویدیو درست کنی به جای اینکه بیای تو برنامه آقای احمدی اونم بهت وقت نده یا اگرم وقت میده اینقدر حرف بزنه که دیگه شما حرفت گم بشه معلوم نشه، آقا شما اون رو بذار، منم این کارو میکنم. برنامه آقای احمدی که هست میگم دوستان، بلا فاصله بعدش برنامه آقای ضیا مصطفی زاده از هلند. نکنیم تنبلی خودمون رو، انتظار داشتن زیاد خودمون رو بندازیم گردن دیگران و خودمون رو موجه، اینجا میگن چی میگن؟ همون کلمه موجه، درست کلمه موجه، عذر خودمون رو موجه بدونیم و اکسکیوز دم میگن اینا، یعنی عذر خودمون رو موجه بدونیم و بگیم خب من دیگه گفتم به سوربی، گفتم که این آقای احمدی، آقای احمدی توی دنیای برای خودش زندگی میکنه، یه دنیایی ساخته، رفته دنبال شازده کوچولو، بعد دیده این شازده کوچولو آقا دروغوی بزرگیه، اونو ول کرده آمده میگه من تنها قانون اساسی دان ایرانم. شما بیا بگو آقا اینجا این کتاب صفحه فلانش، من هم همون صفحه رو نشون میدم، این صفحه شما نوشتید اینجوری، این درست مغایره با قانون اساسی. ولی هیچ کدومون نمیخوایم یه روز معینی بیاین بشینیم برنامه بذاریم، هیچ کدومون نمیخوایم هفته یه ساعت هر ساعتی که وقت داشتیم بیاین بشینیم با مردم صحبت کنیم نظر خودمون رو بگیم. دو هفته برنامه که میذاریم گیر میدیم به یکی دیگه، یادمون میره اصلا برای چه هدفی آمدیم. من با آقای مصطفی زاده اینجوری مستقیم صحبت میکنم چون ایشون میدونه که من مثل اون آقای ابراهیم خاکی لوره نمیدونم ریشه دار نیستم، من همینم که هستم، زبانم، قلبم، مغزم، همه در رابطه با همه، هر چی میبینم، فکر میکنم، میشنوم اونو به شما میگم. دوست داشتید خوشتون بیاد، دوست نداشتید مهم نیست. ایشون بارها من ازش انتقاد کردم، بارها قبول کرده. آقای مصطفی زاده برنامه های آقای احمدی روی یوتیوب هست، شما یکی به یکی مثلا تاریخ امروز 19 بود، شما برید بگید 16 جمعه آقای احمدی در دقیقه، چون دقیقه برنامه دوم، ببینید در دقیقه 63 ایشون گفت که مثلا ماه شبا میره میفته توی سوراخی یا خورشید اینجوری، و من نظرم اینه، مردم قضاوت میکنن. شما احتیاج نداری که تو برنامه اون باشید که مثل آقای اجلالی با هم دعوامون بشه، مثل آقای مینویی نمیدونم آقای ناصر توکلی بیاد، نمیخوام بگم شعبون بی مخبازی، ولی این کاری که آقای توکل میکنه درست شعبون بی مخبازی. دوستان عزیز ساعت 3:49 دقیقه است، از یکایک شما عزیزان که با ما بودید ممنون، متشکرم. اگر فرصت، اگر امکان مالی دارید حتما حمایت کنید. باز هم ممنونم از اون دوستی که این 200 دلار رو به تاریخ 10/15/15 فرستاده، ممنون و متشکر. و
امیدوارم روزهای بهتری در انتظار هممون باشه. ساعت 4 بعد از ظهر یعنی 10 دقیقه دیگه با آقای اجلالی خواهیم بود. امیدوارم این بار اشکالی پیش نیاد. اگر این بار اشکالی پیش بیاد، من به آقای اجلالی میگم از داشتن برنامه زنده با شما معذورم، شما ویدیو ضبط کنید ارسال کنید، من براتون پخش میکنم، مثل آقای ارشاد، حسن ارشاد. روز روزگار بر شما عزیزان، خوش و خوب. و بریم دقایقی آهنگ های شیرازی بشنویم تا ما آماده بشیم با آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد. مرسی.